بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 23 ماه جولای سال 2018 میلادی و برابر است با اول مرداد ماه 1397. خیلی خوشحالم که باز با جوانی دیگر هستیم از ایران و از طرفی متاسفم که این جوانها مجبورن کشور خودشون رو رها کنن و بیان. اینها سرمایه های فردای ایران هستند که متاسفانه به دلایلی که هممون میدونیم، دیکتاتوری ملاها و آخوندها، مجبورن کشور رو ترک کنن. برنامه ای رو مدتها پیش شروع کردیم به نام پناهجویان را دریابیم. امروز با آقای علیرضا نوری‌پور هستیم از دانمارک. من به ایشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیارشون میذارم تا با شما به اصطلاح چند دقیقه صحبت کنن، شرایط خودشون رو در دانمارک بگن و بگن که چرا آقای علیرضا نوری‌پور امروز در دانمارک، میشه گفت در حالت برزخ و بلا تکلیف مونده. این کشور خودمون چه به سرش آمده که جوانها حاضرن فامیل و وطن رو رها کنن و در غربت بلا تکلیف بمونن. آقای نوری‌پور عزیز، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. برای سر و خیلی از دوستان ما میاره که مجبور خودستان و به صورت تحمیده یا مهاجرت و هر سیستمی که بتونیم بیان بیرون و یه زندگی حتی اقل آزاد یا در رفاه فکری حتی اقل بکنش. من خودم رو معرفی میکنم برای بینندگانتون یا شنوندگانتون. من علیرضا نوری‌پور هستم، 36 ساله، از تهران، و من در انتخابات 88 دستگیر شدم. بعد از انتخابات در اعتراضاتی که بود به خاطر رأیی که از ما یا دوستان یا آشنایانی که به آقای موسوی رأی داده بودن دستگیر شدم، به زندان افتادم و بعد از یک سال به صورت وثیقه تونستم بیام بیرون. حتی یک سال کامل نشد، کمتر از یک سال، حدوداً 9 ماه طول کشید توی زندان که بعد به وسیله وثیقه اومدم بیرون. دوباره سال بعد دوباره دستگیر شدم که این دفعه به هم حدود 8 سال، بیشتر از 7 سال به هم زندانی دادن به اضافه شلاق. و بر اثر یه مرخصی که تونستم بگیرم، چون توی ایران یه قانونی هست، این رژیم آخوندی یه قانونی میذاره که شما زمانی که 50% محکومیتتون رو میگذرونید میتونید به صورت وثیقه یک هفته، 10 روز، 2 هفته، بستگی به قاضی داره، مرخصی بگیرید. که من حدود 50% محکومیتم که گذروندم باز به وسیله وثیقه یه 10 روز به مرخصی دادن که تو اون 10 روز دیگه برنگشتم زندان و به صورت قاچاق از ایران خارج شدم و بعد هم از ترکیه به اروپا آمدم. آقای نوری‌پور، یه سخت بود توی ایران، نه برای من، برای خیلی از آدم ها، ولی متاسفانه چه من چه خیلی از دوستانمون که توی سال 88 برای اعتراض به خیابان ها آمدیم، متاسفانه این اتفاق افتاد که شاید نظر من البته تغییر کرده باشه. متاسفانه از توی این سبد فقط همین آدم ها میان بیرون، فرقی نمی کنه که چه شکلی داشته باشن، هر کسی که میاد فقط برای خودش میاد، نه برای ایران یا برای آزادی ایران. و متاسفانه ما هم به یک نوعی گول این سیستم آخوندی و خیلی از سیستم های دیگر رو خوردیم و زندگی خودمون، خانوادهمون، آیندهمون و خیلی چیزهای دیگر رو متاسفانه خراب کردن. آقای نوری‌پور، شما به من بگید که من خودم 34 سال پیش پناهنده بودم، پناهجو بودم در آلمان و
میدونم که شرایط سختی، همین که آدم بلا تکلیف هست، حالت برزخ بهش باید بگیم. چرا این کشورهایی مثل دانمارک و اینها اینقدر سخت میگیرن به نسبت گذشته؟ ضمن این که میدونیم شرایط ایران آسونتر نشده، بگیر و ببند و اعدام و زندان و اینها همونه، نیروهای شورشی بیشتر شده، به اصطلاح نیروهای ضد شورشی، یا به شماها میگن شورشی، به همین خاطر نیروهای ضد شورش استخدام کردن و درست کردن اینها خیلی ترسناک، مجهز با ماشینای نمیدونم آب پاش و چیزایی که اصلا به فکر شاه و رژیم شاه هم نمیرسید. حالا با این همه اوضاع و احوال چرا کشورهای مثل دانمارک و سوئد و اینها به شماها اینقدر سخت میگیرن و شرایط شما اونجا الان به چه صورت؟ حقیقت شو بخواد من اول توضیح بدم در مورد این که شرایط من اینجا چطوری هست. نمیتونم بگم شرایط خوبیه یا شرایط بدیه. متاسفانه رژیم آخوندی توی اون زمانی که من توی زندان بودم یا بیرون از زندان برای آدم آسایش نمیذارن، که بعضی وقتا فکر میکنیم افغانستان هم از ایران بهتره. برای همین به نظر من الان، خب من شرایطم رو اگه بخوام با قبل از این که اومدم اینجا مقایسه کنم، میگم شرایط خیلی خوبی، ولی من زمانی که تو ایران بودم بر اثر شکنجه هایی که شدم، کمرم آسیب دید، مهره دو سه کمرم آسیب دید، و زمانی که وارد دانمارک شدم با واکر بودم و بعد هم عصا و طول درمانی که دولت دانمارک برای من گذاشته بود بر اثر عکس هایی که مینداختن و امارایی که انجام داده بودن و اینا، یک سری داروییه که من بوده دو ساله میخورم. میتونم بگم شرایطم از با ایران بخوام مقایسه کنم قبل از اینکه بیام، خب فوق العاده عالیه. ولی سختگیری که کشورهای غربی در حال حاضر دارن میکنن، من دقیقا نمیدونم چرا، ولی وقتی باشون صحبت میکنیم فکر میکنن ما رویا داریم براشون تعریف میکنیم. در مورد زندانهای رژیم آخوندی که صحبت میکنیم فکر میکنن یه خواب دیدیم و ما تو خواب شکنجه شدیم. فکر میکنن وقتی زندان میریم، من تو بند 209 اطلاعات زندان اوین بودم، زمانی که توی اون بند هستید حمام یک طبقه دیگه است، بعد اتاقها پنجره نداره، خیلی سخته، ساعت هواخوری جدا شما رو میبرن، خیلی شرایط واقعا سختی رو برای شما درست میکنن. شکنجه هایی که میدن، چه از نظر روحی چه از نظر جسمی، وقتی برای، حالا من مثلا دانمارک رو میگم، برای پلیس دانمارک و برای آدم هایی که توی دانمارک زندگی میکنن توضیح میدی، فکر میکنن شما دیشب خواب دیدی همچین چیزهایی رو، و متاسفانه نمیتونن باور کنن که کشوری هست توی دنیا که اینقدر هموطن خودش رو، نه یه غریبه رو، هموطن خودش رو در این حد آزار و اذیت میکنه. اونم زمانی که در بندی، زمانی که دیگه توی زندانی. اینجا میگن شما زمانی که میری دیگه زندان، دیگه تموم شد، زندگی تموم شد و شما اونجا هستی تا بیای بیرون. ولی اصلا نمیتونن درک بکنن که تو ایران شرایط زندان، شرایط بازداشتگاه ها چطوری هست، چجوری باز رفتار میکنن. وقتی که میان غذا رو پرت میکنن روی زمین، که روی زمینی که خیسه، و شما اصلا اون، ببخشید عذر میخوام اینطوری میگم، شرایطی که بوده مثل یک حیوان، مثل یک چارپا باید دولاشی و اون غذا رو بخوری. خیلی شرایط سختیه، خیلی شرایط سختیه، ولی متاسفانه کشورهای غربی تا خودشون نرن این زندان رو ببینن، که متاسفانه رژیم آخوندی بهشون اجازه نمیده که زندانهای ما بازرسی شه، یا اگر هم میخوان بازرسی کنن چهار تا اتاق خوشگل رو در میارن نشون میدن که این چهار تا اتاق رو شما ببین ما هم چقدر میرسیم، که البته من نمیدونم، فکر نمی کنم مثلا بازرسی بشه زندانهای ایران. خیلی سخت میگیرن و متاسفانه اینها چون باور نمیکنن و فکر میکنن شما خواب دیدی همچین شرایطی رو، شرایط پناهندگی سخت‌تر میشه، شرایط جواب دادن سخت‌تر میشه و متاسفانه توی این بلا تکلیفی میمونه. من الان حدود سه ساله که از ایران اومدم دانمارک، جواب مشخص نیست، حالا با وکیل باید به دادگاه برم ببینم چه اتفاقی میفته، و در نهایت فقط فرضش اینه که به هیچ عنوان ایران نمیتونم برگردم، چون
نه به خاطر اینکه چی میگن زندان یا هر چیز دیگه، برگشتن به ایران یعنی اینکه خیلی راحت اعدامت میکنن و وقتی میخوان اعدامت کنن نمیگن شما شورشی هستی، شما اعتراض کردی، میگن شما یه 2 کیلو مواد مخدر همراهت بوده و به خاطر مواد مخدر حکم جمهوری اسلامی ایران اینه که مردم رو اعدام کنید، مردم بیگناه رو به راحتی اعدام میکنن و یه برچسب دیگه میچسبونن بهشون. بسیار ممنونم. شما گفتید که این کسانی که مسئول هستن در دانمارک فکر میکنن شماها اغراق میکنین و امکان نداره زندانی به این بدی باشه. البته من دانمارک و هلند و اینها دیدم ویدیوهایی از زندانهاشون که حتی تو آمریکا وقتی نشون میدن خود آمریکایی‌ها باورشون نمیشه که زندانهای این کشورها اینقدر به اصطلاح راحت تمیز و این زندانی‌ها اونجا حقیقتاً کرکشن فسیلیتی یا جایی هست که به اصطلاح وضعیتشون بهتر میشه، در صورتی که زندان‌های آمریکا هم شرایط بدی داره و هر کسی میره اونجا بعد میره بدتر میاد بیرون. البته تو زندان‌های آمریکا این مسائل شکنجه و اینها نیست. الان شما شرایطتون توی دانمارک به این صورت هست که باید با وکیل برید به اصطلاح اون دادگاه‌های مهاجرت یا دادگاه‌های پناهندگی، یه مقداری در این رابطه صحبت کنید که توی دانمارک به چه صورتی هست. آیا یونایتد نیشن یا سازمان ملل هم اونجا به اصطلاح حرفی داره یا قدرت و نفوذی داره برای شما پناهجویان یا نه؟ من هنوز چون دادگاه نرفتم اطلاعات دقیقی در مورد اینکه یون چقدر نقش داره در دادگاه ندارم، ولی تا اونجایی که شنیدم زمانی که شما دادگاه میرید با وکیلتون یون نماینده داره و اداره مهاجرت دانمارک هم یک نماینده داره در دادگاه که اونها صحبت میکنن و وکیل شما از شما دفاع میکنه و سوالاتی هم از مثلا من میشه که من هم باید به اونها جواب بدم. دادگاه نمیدونم حالا در مورد ساعتش یا مکانش دقیق خبری ندارم که بخوام بهتون خبر بدم، چون هر کسی تو یک ساعت‌های خاصی دعوت میشه به دادگاه، روزی فکر کنم 3 تا دادگاه تشکیل میشه برای پناهنده ها توی دانمارک و دقیقا همونطوری که شما گفتید دولت دانمارک، من حالا در مورد دولت دانمارک فقط صحبت میکنم، دولت دانمارک فکر میکنه هر چیزی که شما دارید میگید بزرگ نمایی میکنید. وقتی که از شما میپرسن که مثلا شما به چه جرمی توی زندان بودی، وقتی بهش میگی من جرمی نکردم، اصلا من 3 ماه زندان بودم و هیچ حکمی به من ندادن که به چه دلیل من توی زندان هستم، به چه دلیل شکنجه شدم، اصلا اینها رو توضیح نمیدن، باور نمیکنن یه همچین سیستمی وجود داشته باشه و شما نتونید شکایت بکنید. زمانی که من به دانمارک میگم من 3 ماه اولی که رفتم، مثلا 57 روز اولی که من اون منو گرفتن رفتم توی انفرادی، من تا 2 ماه بعدشم با وکیلم نمیتونستم صحبت کنم، با خانوادم نمیتونستم صحبت کنم، حتی حقی تلفن زدن هم نداشتیم. باور نمیکنن، فکر میکنن که من خواب دیدم بله. ولی واقعا در ایران این سیستم وجود داره که شما رو میگیرن میندازن توی زندان و جرمی هم نکردی، فقط میندازنت زندان به خاطر اینکه فکر میکنن که میخوای ضد منافعشون صحبت کنی. من دوستی داشتم توی زندان، یه آقایی بود به اسم اکبر امینی، اصلا تبرئه شد، از یعنی از زندان تبرئه شد سال، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 90، سال 91 دوباره ایشون رو گرفتن به زندان انداختن و بدون هیچ حکمی. تا زمانی که من داشتم به عنوان مرخصی از زندان میومدم بیرون، ایشون فکر کنم حدود 2 سال بود اون موقع توی زندان بود و هیچ حکمی بهش نداده بودن که اصلا به چه دلیل تو توی زندان هستی. و اینها واسه یه کشوری مثل دانمارک عجیب غریبه و واسهش باور کردنی نیست که دولت ایران به همین راحتی برای هموطن خودش میتونه مشکل درست کنه، چون اینها واسه من که پناهنده هستم و براشون غریبه هستم سعی میکنن مشکل درست نکنن، سعی میکنن محبت کنن، سعی میکنن اگر مشکلی هست حلش کنن، ولی تو کشور خود من رژیم آخوندی دقیقا برعکس کار میکنه، هموطن خودش رو ذلیل میکنه، اذیت میکنه، فقط به خاطر اینکه میترسه که منافعش به خطر بیفته. بسیار ممنونم. به قول معروف شاهد از غیب. این دوست که همشهری من هم هست از کالیفرنیا میگه که به من میگفتن که با یک اگه با 1 کیلو هروئین
تو ماشینت گرفتیمت اعدام، یعنی رسما تهدید میکردن که برات پاپوش درست میکنن. یه دوستی هم به نام آقای امیر حسن میگه که قربون، هر رژیمی در جهان سوم و دوم اول برای ادامه حیات خودش مجبور مخالفین رو سرکوب کنه. بعد باز دوستمون آقای خوشنودی میگه دقیقا درست میگن، اگر یه مدرک جعلی ببری قبول میکنن، ما وقتی بگی هیچ مدرکی بهت نمیدن که بازداشت و زندان بودی، فکر میکنن که میپیچوشون یا میپیچونشون یه چیزی مثل این. در صورت آقای علیرضا نوری پور، من امیدوارم که شما قبول بشید و به خواستتون که اون گرفتن پناهندگی هست و اینکه بتونید اقلا برای آیندهتون تصمیم بگیرید برسید و شما کشور به اصطلاح مقصودتون همون دانمارکه یا به فکر هستید که یه جای دیگه برید؟ چون خیلی از اینا مثل خود من، با وجودی که آلمان بودم، حتی با وجودی که بعد اونجا قبول شدم، پاسپورت نگرفتم چون میخواستم بیام آمریکا، چون فامیل من، برادرام، مادرم، پدرم اینجا بودن. شما برنامه آیندهتون چیه؟ حقیقتش آقای سوربی، در حال حاضر من فقط دوست دارم توی کشور امن، حالا مثل دانمارک، زندگی کنم و زندگیم رو بسازم. رژیم آخوندی کاری با آدم میکنه که آدم نمیتونه فکر 5 سال آیندهش بکنه، فقط فکر الانشه که یه جایی زندگی بکنه و از این بلا تکلیفی در بیاد. در حال حاضر میتونم بگم فقط فکرم اینه که دانمارک زندگی کنم، بتونم ادامه تحصیلم رو بدم، درسم رو تموم کنم و بتونم زندگی خوبی رو شروع کنم، فقط همین. پس اجازه بدین ما امیدوار باشیم که شما اینجا قبول بشی، به آرزوات برسی و لطف کنی هر وقت قبول شدی و نتیجه خوبی گرفتی، ما را هم در شادی خودت شریک کنی. خیلی ممنون، امیدوارم روزهای بهتری در انتظار شما و همه جوانهای ایران باشه. خیلی ممنون که با ما بودی. ممنون از وقتی که برای من گذاشتید. خیلی متشکرم. خدا نگهدارت. دوستان عزیز، با آقای علیرضا نوری پور بودیم از کشور دانمارک. بسیار ممنونم از ایشون و امیدوارم که آینده‌ای بهتر در انتظارشون باشه تا از این نگرانی و به اصطلاح برزخ بیرون بیان و بتونن تکلیف خیلی قشنگ و گفت وقتی که اون شرایط رو پشت سر میذاری، حالا نمیتونی بگی که من فردا چی میخوام، فعلا باید روز به روز زندگی کرد. خب دوستان، نظر شما چیه؟ میتونید تماس بگیرید با فیسبوک، با ایمیل، با تلفن پیام بذارید یا تکست بفرستید، ما اونها رو برای آقای علیرضا نوری پور هم ارسال میکنیم تا اگر دوست داشتن در آینده پاسخ بدن. ممنونم که با ما بودید. خیلی خب دوستان عزیز، همون جوری که میدونید من جمعه برنامه نداشتم و قرار شد که امروز دیگه نگیم سربی با مردم، بگیم مرد عنکبوتی با مردم. آدم واقعا باورش نمیشه که یک حیوان، یک جانور، یک حشره، عنکبوت جزء حشرات هست ولی حشریه، به این کوچولویی میتونه شما رو با این هیکلت اینجوری داغون کنه. خوابیده بودم یه دفعه یه درد عجیبی توی پام، گفتم این پامه. بعد گفتم من معمولا پای راستم درد میکنه، چرا امروز پای چپم درد گرفته؟ دست زدم به انگشت پام، دیدم یه چیزی مثل استخون، اینقدر انگشتم شده، اینقدر ماشاءالله. حالا ما انگشتمون خودش معمولی چاقه دیگه، اون روز یه شنبه بود، هفته گذشته دیگه، الان چند روزه شده بود اینقدر، به حدی که دیگه کفشت هم نمیتونی بپوشی بره پاد، پاد انقدر بزرگ میشه برای اون انگشتت باید یه کفش جدا بخری. خلاصه چشمتون روز بعد نبینه، ارجنت کر و دکتر و اینها، و گفتن که شانس آوردی. بعضی وقتا این عنکبوت ها 10 نوعش هست که طرف رو که میزنه انقدر سم بهش میده که میمیره، طرف به دکتر و اینا نمیرسه. ولی خلاصه همون برنامه و روشی که دارن، به قول ایرانی ها میگفتن نیشتر میزنن و اون عفونت و اینا رو میکشن، سم رو میکشن، به شما آنتیبیوتیک میدن و میگن برو خوش باش. ما یه 2-3 روزی خوب بودیم، دوباره دیدیم
جمعه اصلا حال هوای دیگه ای داریم، مثل اینکه این سمش تو بدن ما مونده بوده، منتظر جمعه تعطیلی بوده که بیاد بره پارک بچرخه. خلاصه دور از جونتون، بذارید من اینا رو درست کنم اینجا و تقویم و تاریخ و اینا رو هم برای شما بذاریم. ببینیم دیگه چی داریم اینجا. این ایمیل هم ما باید عوض کنیم، ایمیل info@mardomtv.com رو براتون بذارم. همین الان این کار رو میکنم، اجازه بدید فقط این mardomtv.com اینجا هم به جای، میتونید هم info@mardomtv.com یا sorbi@mardomtv.com به این صورت ایمیل بفرستید، ما هم جواب میدیم. روی فیسبوک حقیقتش با وجودی که هی هم برای دوستان می‌نویسم که آقا من نزدیک به 20,000 نفر تو این سوراخ و تو اون سوراخ و این گوشه و اون گوشه دارم و نمیتونم، باز این دل صاحب مرده ما، راستی صاحب دل ما کیه؟ دلش نمیاد و میاد هی جواب میده. مثلا امروز ما یک نوشته ای رو دیروز که خانم ایوان پری گذاشته بود و نوشته بود که آی سوربی ببینید که این دختر جوان چقدر قشنگ نظرش رو میگه، ما هم آمدیم اسم طرف رو نوشتیم، نه خانم ایوان پری، اسم اون اولی رو که سوء تفاهمی هم پیش نیاد. به قول یکی از دوستان شیرازی میگه آقا سوء تفاوت شده، که هیچ سوء تفاهمی هم به وجود نیاد. اسم خانم ایوان پری رو برداشتیم، اسم اون خانم رو گذاشتیم که والا بلا الان که با شما صحبت میکنم من اسمش هم یادم نیست، اینو ما گذاشتیم. حالا دوستمون آمده بابا این جوون ایرانیه نظرش رو داده، نظرش رو گفته، اصلا من نمیدونم این خانم کدوم کشوره، بذارید ببینم میتونم پیداش کنم اسمش رو بزنیم برای شما هم بنویسیم پیدا کنیم. و من واقعا متعجبم از خودمون که ادعا میکنیم تو کشورهای آزاد داریم زندگی میکنیم، ادعا میکنیم میخوایم بریم ایران رو آزاد کنیم و اینجا هم اجازه نمیدیم بچه ها صحبت کنن، یه جنریشن یک نسل بعد از ما بیاد نظرش رو بگه. اول بهش تهمت میزنیم این حتما بهش پول دادن. خانم آقا کی پول میده؟ اگه کسی پول میده من اینجا دارم التماس میکنم بیارینش اینجا به ما پول بده. این مزخرفات چیه تو مغز شما رفته؟ ببخشید اینو میگم، مغزهای من و شما پوسیده است، با یه مش مزخرف پر شده. کی پول میده که یه نفر بیاد روی فیسبوکی که ممکنه 10 نفر دوست داشته باشه، حالا تصادفاً خانم ایوان پری هم اینو گرفته فرستاده ما هم گذاشتیم، حالا کی میخونه؟ بله 9000 تا رو مردم تیوی هست، سو وات؟ این همه پتیشن پر میکنیم، این همه نامه مینویسیم، این همه نامه سرگشاده، نامه تهگشاده میفرستیم، کدومش مؤثر بوده که حالا این خانم، این جوان که حالا چون خودش نوشته جوان ما میگیم جوان، بله، سیاست جدید تأخیر در کار پناهندگان ایران یکی این هست که با شخص یا شخص خسته بشه برگرده و یا فکر میکنن رژیم تغییر کنه و این کیس ها خونسا بشه. ایشون دقیقا درست میگن و هم میگفتن که بله اینم همین. و آها این دوستمون آقای امیر حسن قرخانلو گفته که قربون هر رژیمی در جهان سوم و دوم و اول برای ادامه حیات خودش مجبور مخالفین رو سرکوب کنه، در رژیم قبلی بوده، رژیم فعلی هست و این کار رو میکنه، بعدی هم خواهد بود. خودمون رو چرا گول میزنیم؟ امیر جان تو رو خدا دستم به دامنت بزنه، انقدر ما امید داشته باشیم که در ته این تونل کندوبان، این تونل تاریک یه نور امیدی باشه. شما همینجوری اومدی آب پاکی ریختی رو دست ما، گفتی اصلا امید بی امید. حالا وایس تا من این نوشته رو براتون بخونم و ببینیم که ماها که ادعا میکنیم آزادی و
آزادمنش و این آخوندهای پدرسگ به ما آزادی نمیدن، ما میخوایم آقا رضا پهلوی رو ببریم آزادی بدیم، ببینیم توی آمریکا با جوونا برخوردمون چگونه است. ببینم من میتونم پیداش کنم. آها از اینجا بیرو درواسی، چون شما روی قسمت عمومی اینو نوشتی، منم روی قسمت عمومی چون دیگه همه میتونن بیان ببینن میخونم و نشون میدم. این دوست خوبمون کسی نیست به غیر از خانم فری شوبری. فری شوبری کسی که یک بیزینسی هم بعد از 7 سال دارن با همسر خوب دوست عزیزمون آقای لطفی، و مایل هستن واگذار کنن. اولا ببینید من 2 بار حداقل با ایشون همین مذاکره و بحث رو داشتم که دوست عزیز و گرامی سعی کنید اگر سربی برنامه میذاره اینجا، بله شما چون این نه ریپلای داره نه ریسپاند داره، شما در قسمت کامنت اینجا این سربی گذاشته، شما میای اینجا مینیسی مثلا سربی خره، بفرم سربی خره، یادتون رو وقتا تو مدرسه میگفتیم گاو نره، اوکی. این میشه کامنت شما درباره این موضوع یا سابجکت یا پستی که من گذاشتم. حالا میان پایین تر، سربی اگر اینجا یه چیزی گذاشته اون کامنت نوشته، شما نباید این بالا بنویسی، نباید تو کامنت بنویسی، چون در رابطه با این هست شما اینجا روی ریپلای کلیک میکنید، اون وقت اینجا دوباره می‌نویسی سربی خره خره، بفهم خره خره، اینو میذاری. ببینید خطم کشیده برامون، البته خب ما رانندگی هم که میکنیم تو خط رانندگی نمیکنیم. الان نگاه کنید هر کسی بیاد اینو ببینه میبینه این ریپلای ریسپاند جواب من در رابطه با این کامنت سربیه. حالا سربی میاد میبینه آقا عجب درد سری درست کرده، آزادی یعنی چی، دموکراسی یعنی چی، غلط کردم، گوه خوردم، به قبر پدرم خندیدم، میاد اینو ور میداره دیلیتش میکنه. ببینید چه اتفاقی میفته دوستان، سربی که دیلیتش کرد اون موضوع رفت، ولی خانم شوبری که برای اون موضوع نوشته اینجا مونده. اول سوء تفاهم ها، اول سوء تفاهم ها. بعد حالا یه نفر میاد یه چیزی می‌نویسه، بعد خانم شوبری مجبوره بگه من اینو درباره این ننوشتم، اینو درباره اون نوشتم، پس اجازه بدید من اینو پاک کنم. تو رو خدا یه چیزی یاد بگیرید، نگید ما پیریم، نگید نه ما یاد نمیگیریم. حالا این دیگه سربی خره و گاو نره و اینا رو من پاک میکنم که بره. یا علی مدد، آقا ما اصلا نخواستیم، ما اصلا رأی نمیخوایم بدیم، کامنت نمیخوایم بدیم، نظر نمیخوایم بدیم، ببخشید مثل گاو و گوسفند الان هم که اومدیم آمریکا فکر خودمون باشیم، کون لق اونایی که ایران هستن، کون لق بقیه. حالا طرف چی نوشته بود؟ ما از بس احساساتی شدیم نتونستیم بخونیمش برای شما. میریم کجا؟ میریم تو مسیجی که خانم ایوان پری برای من گذاشته و ممنونم از ایشون. حالا این بنده خدا آمده تو قسمت پیام خصوصی گذاشته، ولی خب اب نداره، چیز خصوصی که نیست که، ما اصلا چیز خصوصی نداریم. ببینید چی نوشته ایشون. بله میارم اینجا برای شما میخونم. خب یکم طولانیه، بذارید ببرمش تو قسمت مسنجر. بر پدر این واقعا فیسبوک لعنت که خراب کرد، اصلا هر روزم خرابترش میکنه، من نمیدونم چه مرضی داره. بذارید اینا رو خاموش کنم، تاریخ و اینا رو فعلا ببرم تون اینجا. دوستانی که فکر میکنید این در رابطه با فیسبوک، نه عزیز من، این در رابطه با برخورد ما ایرانی ها ندانستن و استفاده نکردن صحیح از تکنولوژی
و هر چی که دلتون بخواد. ما داریم کاری میکنیم که بابا اقلا اگه اومدیم این برنامه سوربی 2 ساعت نشستیم نگاه کردیم یه چیزی هم یاد بگیریم. ببینید اسم اون خانمه هست حوریه قرهداغی، قرهباغی هم نیست، قرهداغیه. اوکی جناب سوربی، ببینید چقدر این خانم حق مطلب را ادا کردن. حالا اینو خانم ایوان پری نوشته این قسمت رو، یه خط رو، ولی این پایینش و تیترش و اینا رو اون خانم ایرانی حوریه یکی قرهداغی. حالا ما نگاهم اینجا می‌نویسیم حوریه، که بعد ببرم بهتون صفحه‌شو نشون بدم، قرهداغی، که من دیروز برای اولین بار اصلا ایشون رو تو زندگیم تو فیسبوک دیدم. چرا من یک جوان ایرانی باید مدیون شاهزاده باشم؟ با اینکه میدانم باید منتظر توهین سلطنت طلبها و سینه زنان رضا پهلوی باشم، ولی باز هم به حرمت آزادی بیان و رهایی بی قید و شرط ایران زمین از چنگ ظلم و ستم و جهل و خرافات تمام این دشواری ها را به جان خریده و دست بر قلم میبرم. ببینید دوستان، یه دختر خانم ایرانی از ترس من و شما و مغزای پوسیده ما میگه من میدونم که الان اینو که منویسم فوش میدید و تهمتم میزنید. و چه قشنگ خانم فری شوبری آمد تهمت زد که به احتمال زیاد به ایشون پول دادن. خانم شوبری، وقتی من از رضا پهلوی و کارهای زشتی که اینجا انجام داده میگفتم، اینجا شایع شده بود که رضا پهلوی به سوربی پول داده که بیاد دربارش اینا رو بگه که نظرها جلب بشه، چون رضا پهلوی از لحاظ سیاسی مرده بود. این 50% بود، 50% دیگه هم تو ماشاءالله 100% احمق و نادان، اینایی که به اینو اون تهمت میزنن. 50% دیگه هم میگفتن آخوندا به سوربی پول دادن که بیاد رضا پهلوی رو خراب کنه. حالا انگار این رضا پهلوی چه تاج گلی، ما شیرازی ها میگیم چه تاج تری به سر خودش و طرفدارانش زده بود که سوربی بیاد براش دست انداز درست کنه. این اصلا ماشین نیست که بتونه تو جاده بره که دست انداز ما براش درست کنیم. برای کسی دست انداز درست میکنن که با سرعت زیاد میره، دست انداز میذارن که یواش بره. حالا ببینید میگه ولی باز هم من میام و به خاطر آزادی و حرمت و اینها دست بر قلم میبرم و از شما خوانندگان عزیز، ببین اون شما رو خواننده عزیز، و دوستان سلطنت طلب میپرسم که چرا من یک جوان ایرانی باید مدیون شاهزاده باشم. اینجا شما باید قلم و کاغذ ورداری و یادداشت کنی. هرچی این سوال میکنه، شما به عنوان یک ایرانی وطن پرست سلطنت طلب و حتی شاه اللهی پاسخ بدی. سوال کرده شاهزاده رضا پهلوی که با سرمایه هنگفت و بیکرانی از مال مردم و کشورمان توسط خانوادهشان و دوستدارانشان بیرون برده شده، در ناز و نعمت و در شرایطی ایدئال و افسانه‌ای زندگی میکند. شما بگو نه، این آقا رضا توی رستوران ما کار میکرد. سوربی هم میاد میگه آقا منم دیدم، منم چند بار رفتم اونجا دیدم که این آقا رضا اصلا چه زحمتی میکشه ماشاءالله. خب این که چرا باید ایشان در میان پرهای قور رشد کند و کودکان بینوای ایران زمین در تکه‌ای کارتون و مقبا شب را به صبح برساند، خود دردی است بر دردهای بیپایان ملت محروم و زجر کشیده ایران. خب شما به عنوان یه سلطنت طلب باید میای و بگی که به گور پدرشون این ایرانی هایی که نمک خوردند و نمک دون شکستن، حالا لیاقتشون همون که تو کارتون بخوابن، ما هم برای شما کف میزنیم. بله، این که ایشان میتوانستند در آزادی کامل
و رفاه کم نظیری به تحصیل مشغول شوند، ولی گویا چندان موفقیتی نداشتند و یا به آسانی دست بر روی دختر مورد خواست خود گذاشتند و با یک اشاره ازدواج کردند بدون اینکه حتی ثانیه‌ای طعم خستگی بعد از کار روزانه را بچشند. خانم شما اشتباه میکنید، این آرزا اینقدر با سرعت داشت درس میخون، تمام دانشگاه ها آمدن دست به دامنش شدن، گفتن آقا یواش برو، این مغزت ممکنه منفجر بشه. آمد از بس ترسو و تنبل و بزدل و درس نخون هست، نامه ای نوشتن به دانشگاه که ایشون چون پسر شاه هست ممکنه خطر داشته باشه، نیاد اونجا، ما برایش تکالیفش رو برای شما میاریم. تکالیفش هم ایشون میره با دختر خواننده که دوست پسر دوست دختر داداشش بود خرسواری میکرد، رو اون میافتاد، تکالیفش رو آقای حسین نصر و دیگران انجام میدادن، برای دانشگاه میفرستادن، مامان جونش هم پولای مردم ایران رو یه مقدار به دانشگاه داده بود، دانشگاه آمریکا هم پولیه، یه مدرک لیسانس نمیدونم اونم چه رشته‌ای بهش دادن. اینو یه دفعه بعد از آقای انصاری بپرسیم ببینیم اصلا آقا این چه سالی فارغ التحصیل شد. همچنین داشتن بهترین خانه ویلایی، زندگی به مشابه قصر نیاوران و زندگی. آقا قصر نیاوران چیه؟ من یه دوستی داشتم رفت ایران، وقتی برگشت گفت آقا سربی الان برو نگاه کن این دوستان ایرانی که تو پتومک اینجا یا توی وینا و توی مکلین و اینا خونه دارن، این خونه ها چند برابر اون قصره. البته ناگفته نماند، خب اون قصرم برای الان 40 سال و 57 سال پیش 90 سال پیش بوده، اوکی 97 سال پیش بوده بمانه. خونه آقا رضا پهلوی بله در پتومک قرار داره و بنده که نمیرم اون نزدیکا، ولی برید خودتون ببینید چه خبر. زندگی مشابه از زندگی فرزندانشون در آسایش کم نزدیک و در مقایسه با آن در شرایطی که دشواری‌های سرسام آور موجود در زندگی هر ایرانی در برابر نابسامان مالی برای بالا رفتن سن ازدواج و افزایش روزافزون فساد و فحشا سر به فلک می‌کشد، خود باعث به وجود آمدن سوال‌های بیشماری در هر ذهن آگاه و روشن می شود. من اولا وجدانن می خوام از خانم فری شبیری بپرسم شما این نامه رو تا آخر خوندید؟ چون ما نمی خونیم، اشکالمون اینه، تا سطر اول رو می خونیم، تا تایتلش رو می خونیم، تا سرتیتر رو می خونیم، شروع میکنیم تهمت زدن، فوش دادن، نظر دادن هیچ اشکالی نداره. اصلا ما که اینو میذاریم اینجا برای اینه که این خانم نظرش گفته، شما بیا نظرتو بگو. ولی تهمت زدن، بعدم وقتی یکی میگه تهمت، میگین کجا ما تهمت زدیم؟ خب همین که میگین این پول گرفته تهمت زدیم. اوکی. جناب شاهزاده رضا پهلوی که به قول خودشان سالهاست دارن حرف میزنن و دیگر از حرف زدن خسته شدن، چه قدمی برای حل مشکلات فراوان جوانان ایرانی که به دلیل وطن پرستی و آزادی خواهی آواره کشورهای اروپایی شده اند برداشته اید که آنها باید طوق غلامی شما را به گردن بیندازند؟ هیچ به اشتباهات فاحش سیاسی پدرتان در اداره کشور کاری نداریم، چرا که گناه پدر را به پای پسر نمی نویسند، اما شما عزیزان پهلوی پرست به من یک دلیل بدهید تا من نیز بتوانم به ایشان به چشم یک ایرانی وطن پرست که قرار است شاه یا رئیس جمهور مملکت من بشود نگاه کنم. ایشان دم از مبارزه میزند و هیچ اندوهی ندارد. شاهزاده ما کوچکترین تعلق خاطری به ایران و تاریخ کشور ما ندارد و اسامی فرزندانش را از بین نامهای عربی برگزیده، زیرا به تصور ایشان چون مردم ایران مسلمانند از اسلامی بودن ایشان استقبال می کنند. این هم یک کلاهبرداری دیگر است، در حالی که ما هرچه در تاریخ و زندگی بازنده هستیم همان تازیگری یا تظاهر به تازیگری ماست. ما 1400 سال است که خود را
برده و زرخرید تازی کرده ایم. برده با میل و رغبت خودش کسی برده نمیشه، با زور میتونیم بگیم اونا ما رو برده کرده، ولی حالا اب نداره، ما میخوام به اصطلاح امانتداری رو رعایت کنیم، من همین نوشته شما رو دست نمیزنم یا تغییر نمیدم. ما 1400 سال است که خود را برده و زرخرید تازی کرده ایم. پدر شاهزاده نیز برای استحکام تخت و تاج خود در کنار وزیر عبای آخوند پناه گرفتند و ما را به این خاکستر نشینی رساندند. من به شخصه در ایشان چیزی بیش از یک تحلیلگر توتیوار سیاسی و دنبال روی سیاستمداران آمریکا و اسرائیل ندیدم. شاهزاده توان و صلابت و اقتدار لازم را برای رهبری یک کشور ندارد. ایشان حتی سخنور خوبی نیز نیست. برای باور به این حقیقت می توانید به دور از تعصب خوش چند تا از مصاحبه‌های ایشان را مشاهده و گوش دهید، آنگاه قضاوت فرمایید. ایشان به درگاه کاخ سپید و گردانندگان اسرائیل متوسل و دخیل شدند، دخیل بستند تا دری به تخته بخورده و آنان به ایران حمله نظامی کنند، چند میلیون مردم بیگناه و زجر کشیده ایران نابود و پاره پاره شوند، آنگاه ایشان در رویای خود به تاج و تخت دست یابند. شاهزاده گرانقدر ایران زمین فرمودند که من با همه جوانانی که با تازگی از ایران خارج شده ام در ارتباطم و به آنها کمک میکنم، حمایتشان میکنم. این سخنان رنگ و بوی مجانی کردن آب و برق توسط خمینی را دارند، چرا که من به شخصه از دوستانی که به تازگی از ایران خارج شدند چیزی در رابطه با تماس با شاهزاده نشنیدم و شاید هم کمک های ایشان فقط شامل حال جوانان سلطنت طلب می شود که خب باید به ایشان آفرین گفت که با این عمل عده بسیاری از جوانان مبارزی که از ترس جانشان ایران را ترک کردند آنان را خریدند و با حاتم بخشی خود طرفدار. نه قربان، از این خبران نیست که، باز هم میگویم شما برای من و هم نسلانم هیچ قدمی بر نداشته اید و هیچ باعث چند دست ببخشید. باز هم میگویم شما برای من و هم نسلانم هیچ قدمی بر نداشته اید که هیچ باعث چند دستگی و پراکندگی ما نیز گشته اید. هیچ کس هم جرأتش را ندارد که از شما بپرسد این همه ثروت را از کجا آورده اید و فرق شما و هاشمی رفسنجانی تنها در طرز لباس پوشیدنتان است و بس. چرا باید من مدیون شما باشم؟ چقدر قشنگ با همین چیزی که شروع کرد با همینم تموم کرد و باز میگه چرا من باید. حالا شما بیاین شما بگو به دلیل این که بابات نمیدونم آبل مرغون نداره، مادرت کچل نبوده، به دلیل اینکه رضا شاه پل برعسک درست کرده، به دلیل اینکه شاه جاده فلان رو درست کرده، تو باید مدیون این عقب افتاده باشی. اینجوری جواب بده خانم، نه یا بگو ایشون حتما پول گرفته. کی پول میده؟ آخه شما که به یک کسی که همسن بچه من بچه شما هست تهمت میزنی که ایشون حتما از جای پول گرفته. اگر یک کسی تهمت بزنه به پسرای گل شما به دلیل اینکه ابراز نظر کردن، نظرشون رو گفتن، من تهمت بزنم که آقا حتما شما یه کسی پول داده، آیا شما نمیگید اینها بی‌ناموسن، بی‌وطنن که به جوانها تهمت میزنن؟ نکنید، مجبور نیستیم جواب بدیم به هر کسی. این پسرموی من هر جا هست سلامت باشه. این علی طاهری 300 تا اسم درست کرده از این ور اون ور از هر سوراخی میاد.
امروز آمده ما این چیز مال مجاهدین رو گذاشتیم سر ساعت 12 کانون آوا برنامه داره گذاشتیم روی فیسبوک و وقتی میذاریم این برای چند نفر که یا ما رو فالو میکنن نمیدونم به چه سیستمیه برای اونا میفرسه. این مردک دیوانه بنگی که تا موقعی که تو ترکیه بود ما هر کمک فکری از دستمون برمیمد بهش انجام دادیم، بهش گفتیم بدبخت برو دنبال انگلیسی، ول کن این فیسبوک و اینها رو، و آمد اینجا. حالا نوشته که این سربی چنین و چنان. آخه من چه کار مجاهدین و اونایی که مجاهد بودن جدا شدن دارم؟ منم نوشتم بله نوشته آدم فروشه، نوشتم ایشون درست میگه، چون من هم زن ایشون رو فروختم هم دخترش رو فروختم، زنش 25 دلار، دخترش 50 دلار. آخه بی‌ناموس علی ترترک، علی ترابی احمق بنگی عقب افتاده بی همه چیز، ای من ریدم تو اون حضرت مسیحی که تو بهش باور داری، اینه اصل مسیحیت که بشینی به دلیل اینکه امروز دنبال کون رضا پهلوی افتادی و من هم یه روزی مثل تو احمق بودم بعدن فهمیدم حالا نظرم عوض شده، بیای بگی سربی آدم فروشه؟ آدم فروش پدر و مادرت، آدم فروش تو هستی که خودت و فامیلت رو فروختی به دینی که باورش نداری و هر روز داریم میبینیم اثرات این که شما مسیحی نیستی، شما به دروغ مسیحی هستی. پسر عموی من میگه آقا ولش کن محلش نذار. میگم آقا من کاری به این نداشتم که این برنامه مجاهدین ساعت 12 که میشه 9 صبح شروع شده، این مردک آمده اینجوری به من میگه شما باشی ولش میکنی؟ یکی بهت بگی شما آدم فروشی ولش میکنی؟ شما از من یاد بگی از این به بعد هر کی گفت بگو بسیار ایشون درست میگه، من آدم فروشم، همه علی ترابیرم فروختم ولی آوردنش پس چون با یه خر معاملش کرده بودیم، طرف گفت آقا خر منو بده این علی احمق رو پس بگی، بعد دیدیم از این نمیشه پول بسازیم، از زنش و دخترش پول میسازیم. حالا اگر زنت شرف داشته باشه تمام تلفن‌های تو رو با ککش میشکنه و تو بیناموس رو از این تلفن و از این فوش دادن و متهم کردن این و اون دور میکنه. حالا ببینیم این بنده خدا خانمش توی ترکیه زحمت میکشید، شغلی را انداخته بود، آرایشگری را انداخته بود، این مردک بیناموس میخورد و میگشت، خانمش کار میکرد، حالا اومدن اینجا آویزون شدن به کلیسا و یه جای زندگی میکنن که اون دوست من که تو کالیفرنیا هست گفت آقا این آدرسی که این داده یه محل بد، زنای خراب، آدمای قاچاقچی و اینا اونجا هستن، بی خود نی کلیسا اینو داده به تو، یه کسی خونه رو می‌خواسته بفروشه هیچ که نخریده دادتش به کلیسا، کلیسا هم داده به این، گفته آقا اینا برن اونجا، اینا که حالیشون نیست که، اگه کسی هم اومد سوارش شد میگه حتما جیزس خواسته، حتما این دستور جیزس بوده که این بیاد سوارش بشه. بس علی یا بازم میخواد؟ هی من این ور اونور بلاکش میکنم میندازمش بیرون، باز میبینم از یه سوراخ دیگه میاد. شما دیدی وقت مثلا موش میاد تو خونتون، شما میری تله رو میذاری اینجا که موش دیدی، دفعه دیگه میبینی پدر سگ از اونجا میاد بیرون، موش پدر سگ. خب رضا پهلوی فقط برای معشوقه هاش مثل نازیلا مرسدس و آپارتمان میخره و تقدیم میکنه و بس، به کس دیگه نم پس نمیده. آقای امیر حسن باور کن این مردکی که من میشناسم انقدر خسیسه، این دستشویی نمیره که نکنه گشنش بشه. این رضا پلوی اینجا میگن آقا میره رستوران تیپ نمیده، انعام نمیده. این آقای انصاری تعریف میکرد میگه وقتی میرفتیم انقدر مینشست تا دیگران پول بدن، بعد میگه خب بریم دیگه، یک بار نشده به این اون بگی مهمون من باشی. و این خانم پرسیدی که آیا کسی جرأت داره از شما بپرسه چند دارید؟ خانم چی بود استون؟ هوریه قرداغی. بله 1987 جوانی اینجا یقش رو گرفت، نه که یقش رو بگیرم. گفتم مردک تو این همه پول، این همه مامورای به اصطلاح ارتشی، جودوکار، کاراتکار، نیروی مخصوص فلان، چهار تا از اینا رو استخدام نمی کنی، رفتی این اسپانیشا رو استخدام کردی که اصلا ما فکر میکنیم یه مدت گی شده، مهم نیست مال خودشه بده، کنترلش دست ما نیست که بده.
همه اینجا میگفتن این رضا پهلوی این اینا رو که برده زیبا اندام و فلان اینا، به خاطر که حفاظت نیم، به خاطر این که استفاده های دیگه بکنه. بعد که این خانم یاسی رو گرفت گفتن خب نه الحمدلله مثل که گی نیست، که حالا باشه نباشه به ماچ. اولین کسی که خانم یقش رو گرفته من بودم توی ویرجینیا، ولی اون موقع ویدیو نبود. و برید شما بنویسید توی گوگل سوربی یه فاصله رضا پهلوی، اون وقت ببینید چند بار من یقه این بیناموس رو گرفتم که مردک اگه قسم خوردی من شاهم، خب بیا جلو. اگرم قسم خوردی گوه خوردی بگو شکر خوردم گوه خوردم، پس بگیر برو دنبال کارت. ولی اینایی که سلطنت طلب هستن مغزشون، عوض میخوام اینو میگم، مثل اسبایی که این ور اونورشون رو میبندن، فقط این جلو میبینه. و اگه خواست بگرده این ور، اونی که نشسته اون پشت میکشتش نمیذاره ببینه. نمونهش آقای حخورا، این مردک تابستون که میشه میره مسافرت و اینها، فیلش حوث هندستون میکنه، دوباره میاد اول مه بیان بیرون فلان کنید. مگه آمریکا نگفت ما ماه تیر چنان میکنیم و چنان انقلابی میکنیم در ایران؟ ماه تیر که گذشت آقای مشایخی، آقای رضا مشایخی، امروز مرداده. مگه دیروز این وزیر امور خارجه آمریکا نیومد کالیفرنیا؟ مگر ماها که نوشتیم آقا ایران رو نمیتونید شما مثل عراق کنید؟ ایران نشون داده در جنگ های گذشته که مثل عراق و سوریه و اینها نیست، و اگر پای شماها برسه اونجا بابا ما چی بود دشتستون و اینا رو داریم، ماجراهاش برید بخونید ببینید چه کار میکنن ایرانی ها. و نکنید اون اشتباهی رو که جورج بوش احمق کرد. خب حالا ننگاور، فخرآور، نمیدونم آقای بیژن خلیلی، کتاب فروشی ایران، کتاب فروشی کتاب، شرکت کتاب، چند تای دیگه آمدن این آقا رو دعوت کردن رفتن اونجا. شما زنگ بزن به وزارت امور خارجه بگو آقا این کی دعوتش کرده، چرا رفته، چرا با تو آمریکا ترانسپرنسی رفته باشه از بین، شفافیت از بین رفته باشه، برای که ما ایرانی ها داریم اینجا رو خراب میکنیم و حالا از خدا خواسته از خودمون بدتر ترامپ شارلاتان اومده تو وایت هاوس، این مایک پامپئو از اون بدتر. خب اون اسرائیل به سوریه حمله میکنه، میاد به نمیدونم بلندی های جولان و غزه و اینا حمله میکنه، بعدم و یکی از اینایی که دست اندر کار یونسکو هست میگه باید ایرانی ها انیمال حیوان هم. اتفاقا این آقای زاهد چهارشنبه قراره بیاد در برنامه ما و یه مقداری میخواد درباره اسرائیل صحبت کنه. ای کاش این برنامه رو ببینه و اون نوشته ها رو هم بخونه، که نمیگه آخوندا انیمالن ها، نمیگه آخوندا حیوان هم، میگه ایرانی ها، اینایی که دوستی ایران و اسرائیل. اون خانم هم میاد گل سنگم رو میخونه، وای میریم براش پول خرج میکنیم و فلان. آقا یهودی ها هیچ کس رو به غیر از خودشون قبول ندارن، این ازدواج هاشون رو ببینید چرا تعدادشون زیاد نمیشه. فلسفه شون اینه که اینا خونشون از همه پاکتره، فلسفه شون اینه they are chosen people، مردمی که انتخاب شدن و فقط اونا میرن بهشت. میگه من نرم با این ازدواج کنم اینم بخواد بیاد بهش جای منو تنگ کنه. اون وقت شما میگین اینا دوست ما هستن. آقای منش امیر حقوق بگیر مزدور، اونم میاد میگه ما با ایرانی ها دوستیم. ای گور پدرتون، شما همون زمانی هم که شاه تو ایران بود، وقتی که شاه به با مصر نفت داد که با اسرائیل بجنگه، شما طلا خارج میکردیم برای اسرائیل. ما که شیراز بودیم، ما که با جودا و کلیمیا بزرگ شدیم، اینا رو میگفتن دیگه، میفهمیدیم. بله کارمون خیلی خرابه، دست شما درد نکنه دوست عزیز. خیلی ممنون، متشکرم. خب اقلا خوبه که خانم شوبری تحمل انتقاد داره و شما هر وقت دلتون بخواد میتونید پیام بذارید، پیام شما رو پخش میکنم. ولی دو تا سوال، وجدانا نامه این خانم رو تا آخر خوندید؟ اگر دختر من، پسر من، پسر شما نظر بده و یک
پیرمردی، پیرزنی مثل من و شما، حالا نمیگیم میان سالی بیاد بگه اینا حتما پول گرفتن، ما نباید ناراحت بشیم؟ بذارید این خانم حوریه کیه فامیلیشه؟ حوریه قرداغی، قرباغی داشتیم ولی حالا ایشون قرداغیه. قره یعنی سیاه. والا به من اصلا نمیتونم حتی فامیلیشو الان قره، نه رفت امیر حسن قره خانلو، نمیدونم حوریه رو. آخه این ماجرای ما هم کاش که اینا همه رو فقط با یه چیز مینوشتیم، با یه یو مینوشتیم دیگه، بعضی هاش دبل او قره. نه نمیتونم پیداش کنم، باورتون میشه؟ چون این پایین نوشته حوریه جی اچ، اون بالا اولی که شروع کرده نوشته، بذار از اینجا کپی کنم وردارم بذارم اونجا، اینجا کپی بیام اینجا پیست. بله این خانم دوستم، اینم یه تبلیغ مجانی برای این خانم جوان. والا من اولم که عکس دیدم فکر کردم ایشون افغانیه، ولی مهم نیست، افغانی هم حق داره حرف بزنه، هر کسی حق داره نظرش رو درباره هر چیزی که میخواد بگه. به هیچ کسی توهین نکرده این خانم، ما هم حق نداریم بهش توهین کنیم، از توهینم بریم بالاتر تهمت بزنیم. بله اینه، نابود باد خشونت علیه زنان در سراسر جهان. آفرین. ببین اینا تو ایرانن، چون تو ایرانن ببینید چقدر قشنگ حتی میزنه به آخوندا. نابود باد خشونت علیه زنان در سراسر جهان، با روسری ها، با نمیدونم چادر ها، با مقنعه هست ها، ولی حرفش اینه. خانم حوریه قره داغی، من فکر میکنم تو انگلیسی دوستان اینا رو اگه جدا بنویسی، یا این که مثلا قره داغی به دی که میرسین دی رو بزرگ بنویسی که طرف بدونه این باید فرق کنه، چون تو فارسی همه کلمات به هم نمیچسبه. شما میدونید که انگلیسی میتونید این 26 تا حرف رو بچسبونید به هم، ولی تو فارسی امکان نداره بچسبه به هم. یادم اون قدیما پشت ماشینا نوشته بود من مشتعل عشق علی ام چه کنم، اینا همه رو چسبوند به هم، باورتون میشه یک کلمه ساخته بود. ما هم همیشه میگفتیم منش تلی چیه این، بعدا فهمیدیم من مشتعل عشق علی ام چه کنم، همه رو چسبوند به هم. بله داغ یعنی کو، آها داغ یعنی کو، قره یعنی کوه سیاه، قره باقی یادمه که یعنی باغ سیاه، قرنه. فرخ یه دوست نسبتاً پیری داشتیم اینجا قرنه میزد، خدا رحمتش کنه، من یه نواری ازش داشتم، به من گفت بود پخش نکن تا وقتی من مردم، وقتی ایشون مرد ما اون نوار رو دیگه نتونستیم پیدا کنیم. دوستان این نوشته رو این خانم نوشته و ببینید معرفی چی نوشته. همه حق دارند از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. من حق زندگی عاری از خشونت را دارم، فعال حقوق زنان. آفرین به شما. ننوشته کجا هست و همین دیگه. خب حالا من به عنوان یک کسی که نشستم اینجا، بابا زحمت میکشم، برنامه تهیه میکنم، 4 تا مقاله را میخونم، 2 تا مصاحبه را نگاه میکنم، حق ندارم وقتی یه بیننده با من تماس میگیره میگه آقای سربی ببین این خانم جوان چقدر قشنگ گفته، یعنی چی؟ یعنی اولین کس این خانم قبولش کرده، خب دومی منم خوندم قبولش دارم، آمدم نوشتم، شما بیا نظرت رو بگو. به نظر من شما مزدور هستی. این که نظر نیست که، یه خانمی هست قرار من باش مصاحبه کنم، خیلی قشنگ حرف زد، این خانم شکوه الان فامیلشون یادم رفت، ایشون میگه من از موقعی که معنی آزادی رو در کشور سوئد فهمیدم میبینم بیشتر دست و پای من بسته شده. خیلی ها، من یه ویدیو از ایشون نگاه کردم، باور کنید 2 ساعت بعدش که تو جاده داشتم میرفتم همینجوری تو فکر بودم که این خانم چقدر قشنگ گفت آزادی من و شما رو محدود میکنه، محدود به چی؟ حرمت به دیگران.
هر کسی رسید از راه، هی نگین این مزدوره. خب شما وقتی میگی این مزدوره اون مزدوره، کی خوشحال میشه؟ وزیر اطلاعات آخوند شکم گنده میگه تا دیروز اگه سربی و مجید و این آقای امیر حسن مینشستن، اون دوتا فکر میکردن سربی مزدوره، سربی و مجید فکر میکردن امیر حسن مزدوره. امروز هر ستاشون فکر میکنن اون مزدوره. دیگه پول به کی بدن؟ حقوق ما رو هم قطع کردین شما، هی گفتید مزدور مزدور مزدور. رضا پهلویه که خاتمی بهش گفت شاد اپ، ما کاری به کارت نداریم. بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و ببینیم که امروز این دوست عزیز و گرامی برای ما چی دارن و صحبتهای ایشون. خیلی خوشحالم که تمام این کمبودایی که ما توی تلویزیون مردم داریم، ایشون وقتی میاد تمامش که نه ولی یه مقدارش جبران میشه. و شما دوستان، شما دوستانم هی میگید آقا ایشون بیشتر بیان. آقای لادن تو رو خدا شما به مردم بگید که نیامدن شما اینجا تقصیر من نیست، این شما و این بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید آقای لادن، بگید یه مقداری از این اوضاع و احوال، بگید از این اوضاع آمریکا، از این شاخشونه کشیدن آقای روحانی برای ترامپ و ترامپ هم برای روحانی، تا من اون سوالایی که از برنامه‌های قبلی مونده اینجا بیارم و بپرسم و شما جواب بدید و ما یاد بگیریم. باز هم ممنونم که با ما هستید. بفرمایید. سپاسگزارم. در درجه نخست شما به من گفتین که من حق ندارم هر هفته اینجا باشم. من میخوام بینندگان اینو بدونن. بفرمایید چی گفتین، من متوجه نشدم. دارم درست برعکس اون چیزی که هست میگم. آها. این طبع شوخی هم که شما دارید خیلی خوبه، کمک میکنه که آدم زندگی رو بتونه راحت تر به اصطلاح تحمل کنه. از این بابت هم از شما ممنونم. خب آقای دوست دارین که در مورد اوضاع کنونی که در آمریکا ما بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست؟ بله بله، مخصوصا چون هم دیروز این آقای چیز وزیر امور خارجه رفته بود کالیفرنیا و خیلی جالبه دوستانی که اونجا مثل خانم هما سرشار ایشون رو بغل کرده بودن، تو رو خدا کلید شهر رو ندید دست مجاهدین، اینا خائنن. بعد از اون ور آقای فخرآور و دیگران عکس من و تریتا پارسی و اینا رو گذاشتن، اینا خائنن. ما هم میگیم اونا خائنن. خلاصه خیلی روزگار خوبی شده. ما همه تو خارج به هم میگیم خائن. آخونده که داره میخوره و میدزده و میبره و کانادا الان خونه هاشونو بهتون نشون میدم، دارن میبرن و ببخشید به ریش ما، حالا من به خاطر همین ریشمو زدم که ریش نداشته باشن، به ریش ما میخندن. شما باید یه فکری به حال این ریشت انجام بدی. من ساکت میشم. بفرمایید نظر شما چیه؟ روحانی میگه اگر جنگ بشه این مادر جنگ هاست، آقای ترامپ میگه اگر به ما توهین کنی چنین و چنان. قبل از اینکه شما شروع کنی، من یه چیزی شنیدم، یه تفسیری توی پابلیک رادیو میگفت برگردید قبل از دیدار ترامپ با کره با کره شمالی، اون آقای جوان رهبرشون چرمنشون هرچی، همین به اصطلاح دعواهای این ور خیابون اون ور خیابون فوش دادن و اینها بود. و بعد جالبه این که رفتن همدیگر رو دیدن، بعد آقای ترامپ گفت دیدید من چقدر مسئله رو خوب حل میکنم. من دیگه ساکت میشم. بفهم خواهش میکنم. من فکر کنم که شما کاملا اینو درست دارین بهش نگاه میکنین. اولا گفته یا به قول خودمون رجزخونی آقای روحانی، نمیدونم بینندگانتون در چه حدی خاطرشون هست زمانی که آمریکا داشت با عراق درگیر میشد با صدام و معاون صدام که در ضمن بود سخنگوی دولت، ایشون همین رجزخونی ها رو میکرد. یکی از سخنرانیاش توی سوئیس بود که گفته بود که آمریکا خیال میکنه
اگر به عراق حمله کنه افرادش در کیسه، میدونین که جسدو میذارن توی کیسه میفرسن، گفته بود که افراد نظامی آمریکا رو ما در کیسه ها به آمریکا برمیگردونیم. بله، فکر کنم حتی وزیر جنگش، وزیر دفاعش هم همچین چیزی گفته بود که بهتره اگه میخوام همین بفهم عراق. من عوض میخوام فکر کنم وزیر جنگش هم حتی نشون میدادن که آقا اینا دارن میان، میگو بهتره با خودشون کیسه هایی رو آورده باشن که جسدها رو ببرن. برابو، اتباقا اون کمتر از 24 ساعت قبل از نابودی عراق و دیدیم که هیچ غلطی عراق نتونست بکنه و با خاک و خون یکسان شد، همشون دنبال سوراخ موش میگشتن. ولی اون قسمتش من مشکل ندارم که اگر آخوندا دنبال سوراخ موش بگردن من مشکل ندارم. من با ایرانیایی مشکل دارم که اینا رو تشویق میکنن و دارن سینه میزنن، مثل این که کورن، نمیبینن عراق چی شد، لیبی چی شد، این کشورها یکی یکی پس از دیگری متلاشی شدن. من ترجیح میدم 100 پله از آخوندا بدتر بر ایران حاکم باشن ولی ایران تبدیل به عراق و سوریه و لیبی نشه. ما باید با جمهوری اسلامی و رژیم فقاهتی مبارزه کنیم، ولی تغییر و تحول رو باید ایرانی از درون به وجود بیاره. من نمیدونم در چارچوب تاریخ 60-70 ساله گذشته آیا ما دیدیم چه اتفاقاتی افتاد وقتی که رئیس جمهورهای آمریکا دیدهای متفاوت دارن. یه نگاه خیلی خیلی سریع بکنیم، میبینیم که زمانی که نفت در ایران ملی شد، حکومت جبهه ملی و مصدق، دولت آمریکا کاملا با ایران هم گام و هم صدا بود. میگفت حتی به انگلیس گفت خب این خیلی مسخره است، شما نه تنها به اینا، گفت ما به داریم به عربا 50-50 قرارداد داریم، شما به ایران 16% میدین، تازه اجازه نمیدین دفاتر رو نگاه کنه. بعد انتخابات بعدی که رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور بود، یه دونه جمهوری خواه، با انگلیس کنار اومد و CIA و MI6 آمریکا و انگلیس به ایران، در ایران یک کودتا کردن و ادامه دادن به چپاول ثروت ها. همینطوری شما میان اینجور رو، پس من برای این دارم چیزی که نشون میدم اینه که رئیس جمهور آمریکا میتونه نقش داشته باشه، ولی باید دید که اون کشور و اون ملت چقدر آسیب پذیرن و چقدر گمراه و ناآگاه. اینی که الان یک خطری وجود داره تردیدی نیست، علت داره ها. من در ضمن دیگه با گفته شما موافقم راجع به کره شمالی و رجزخونی، ولی کره شمالی یه اسرائیل نبود که میخواست کره شمالی را نابود کنه. آمریکا، اسرائیل کسیه که سیاست خاورمیانه آمریکا رو اسرائیل مینویسه. چرا آقای لادن، اونم کره جنوبی و ژاپن بودن دیگه جان، اونم در رابطه با کره شمالی، کره جنوبی و ژاپن هم مثل اسرائیل به اصطلاح اینجوری بی پروا حمله نمی‌کردن دیوانه وار، ولی خب اونا میگفتن ما در خطریم و احساس خطر می‌کردن. میگفتن ما خطر. خب این اسرائیل میگه ایران باید اینا رو نابود کرد. اسرائیل 20 ساله داره سینه میزنه، تمام دنیا اول شارون بعد نتانیاهو مسافرت میکردن و ایران رو تشمیم میکردن به ناتسی که میخواد اسرائیل رو نابود کنه، دنیا رو نابود کنه. یه خورده متفاوت ولی گفتتون کاملا درست. به هر حال چیزی که وجود داره، یک خطر جنگ و نابودی وجود داره و تنها راهی که میشه جلو این خطر گرفت اینه که از اینها نه حمایت باید کرد و باید باشون مقابله کرد. من حاضرم، من یک بار دیگه هم توی برنامه شما گفتم، من حاضرم اگر این حیوانات، این ملاها در ایران با مردم اینجور رفتار میکردن، من میرفتم ایران، از ایران دفاع میکردم. ولی ما میخوایم رژیم رو
سرنگون کنیم، جایگزین کنیم، ولی نه به وسیله بیگانه. اونا دنبال منافع خودشون هستن. نه دل ترامپ به حال ملت ایران سوخته، نه به حال ایران. اینا همش داستانه. و کسانی که این تبلیغات و این سرصداها رو میپذیرن یا کمدانن یا گمراه، معمولا یا شاهولایی ها هستن یا مجاهدین که همون جزو گروه کمدانان و گمراه ها هستن. مجاهدین که 50 سال مثل یاران حضرت موسی در صحراهای مختلف سرگردانن، و شاهولایام که کشور گل و بلبل و نفت و پول و 57 سال داشتن، دو دستی دادن دست آخونده آمدن. ولی خوشحالم که روی فیسبوک دوستان با شما هم عقیده هستن. آقای امیر حسن قراخانلو میگه که جناب ایران عراق و لیبی نیست و گویا در عراق 4000 کشته داده، منظورشون آمریکا، در ایران 10000 هم کشته هم خواهد داد. ترامپ هم اینو خوب میدونه. ولی آقای مجید خوشنودی که تصادفاً همشهری بنده هستن، این تصادفاً رو آقای دکتر پارسا به نام میگه، ایشون نوشتن که من متوجه نمیشم این ملاها با این همه تنها شدن و فشار و بدبختی با چه پشتوانه ای آمریکا و دیگران رو تهدید میکنن. آقای لادن اجازه میدید منی که اینقدر کم سوادم جواب این دوستمون رو بدم؟ شما نگاه کنید، همین نشست دیروز در کتابخانه ریگان بوده. چرا؟ میخوان تو مغز من و شما این رو درست کنن که آقای ترامپ کپی ریگانه. بیاین ما بگیم قبول داریم کپی ریگانه. ریگان چه کرد دوستان؟ ریگان با آخونده بود. ریگان اون ماجرای ایران گیت، اسلحه، پول، اینا رو با آخونده بود. تو رو خدا یکم ویدیو نگاه کنید، اگه اهل کتاب نیستید برید روی یوتیوب و اینها ویدیو نگاه کنید. و بعدم که ماجرای ریگان که دیدیم هی تمام دنبال این ورانور که رابطه باشون برقرار بشه، تا زمانی که حتی رفسنجانی و این دولتای کلینتون و اینها هم همین ماجرا بودن. بفرمایید و هر وقت این مورد تموم شد من درباره برنامه قبلیتون که دوستان پرسش دارن ازتون میپرسم. بفرمایید. حتما میخوام یه اشاره کنم به دوستی که ما قبل این یک اشاره گفته بود در مورد اینکه 4000 آمریکایی در عراق کشته شد، در ایران 10000 کشته خواهد شد. ایشون با برنامه پنتاگون برای حمله به ایران آشنا نیستن. پنتاگون یک برنامه تنظیم کرده برای حمله به ایران و برای اینکه به قول خودشون میگن footprint، برای اینکه سرباز و قشون در ایران نبره، گفته که ما یک بیش از 10000 هدف مشخص کردیم که این هدف ها رو میزنیم و این گفته چند برابر لازم این کار رو میکنیم که نیازمون به رفتن در داخل ایران 1/10 بشه. خب ببینین، باید یه نگاهی به این مسئله کرد. 10000 هدف در ایران کمتر از 850 تا 860 هدف نظامی و صنایع وابسته وجود داره. اینا میگن بیش از 10000 هدف، یعنی هر چی پل و فرودگاه و کارخونه و برق و آب و همه رو نابود میکنن. ایران حداقل 50 سال برمیگرده عقب، نابود میشه، امنیت از بین میره. الان ایرانیایی که همه به فکر منافع خودشون هستن، اون موقع تبدیل میشن به آدم خور. هیچ امنیتی وجود نخواهد داشت. ما نمیبایستی یک بعدی و بدون آگاهی فکر کنیم و بیان کنیم یا بنویسیم. هر وقت شما آماده این میتونیم بریم روی برنامه بسیار دیگه. ممنونم از شما. این حرفی هم که زدید کاملا درسته. اگه برگردیم به سال 2003 که اینا این برنامه رو شروع کردن، اون موقع این ماجراهای درون کنترل از دور، طرف بچه جوونی نشسته از لاس وگاس هواپیمای بدون سرنشین میفرسته برای سر افغانی‌ها، مجلس عروسیشون رو میکنه، عزا 70-80 نفر رو میکشه، بعدم میگن خب حالا 70 تا بره بهتون میدیم. یا این یا اون ماجرای هواپیمای ایرانی رو با کشتی زدن و اینها نبود. الان اینا به خاطر اشتباهاتی که در افغانستان و در عراق انجام دادن و به قول خودشون پوتین ارتشی رو گذاشتن رو زمین اونجا، سعی میکنن که این بار
بود یا پوتین ارتشی رو زمین نیاد و از هوا و اینور اونور و یا به قول شما به همت اسرائیل این کار رو انجام بدن. آقای فرهاد زمانیان از شما تشکر میکنن از ایران. همین الان حمله نکرده، نه آب داریم نه بر نه شغل. بعد آقای رجبی میگه درود بر شما و آقای امیرحسین عزیز، آمریکای امروز هم آمریکای دوران مصدق نیست، آمریکا بازوی نظامی انجلیست ها در 100 سال گذشته و امروز هم هست، یعنی مذهبی. حتی اگر آمریکا هزینه پرداز باشد که در عراق و افغانستان بود. و اگر در این مورد میخواین صحبت کنید بفرمایید تا بعد بریم سراغ اون برنامه قبلی که شما چیزایی که گفتین. دوستان ازتون سوال میکنن که در رابطه با این چه باید کرد، بفرمایید. حتما فکر کنم که اگر برنامه‌ای که با هم صحبت کردیم انجام بدیم و در پایانش زمان داشته باشیم میتونیم ادامه بدیم، چون این بحثی که داریم میکنیم میتونه تمام برنامه رو بگیره. بسیار عالی. در قسمت برنامه قبلی شما وقتی که صحبت کردین راجع به جایگزینی رفراندوم، جدایی دین از دولت و اینها، اشاره کردین چه میخواهیم، بعد یه جورایی حکومت مردم سالار که من حتی به شوخی گفتم مگر توی دنیا جایی که دموکراسی هست اون حکومت ها مردم سالاره؟ یکی پس از دیگری میبینیم که اینها با کلک و اینها اومدن و رأی مردم را حقیقتا خریدن و میشه گفت اونجا هم پول داره حکومت میکنه. همین ماجرای ترکیه و اون آقایی هم که الان گرفتن، اینها دو سال پیش کودتا شد، یکی از اونهاست. ولی از شما سوال میکنن که به اصطلاح برای دستیابی به چنین پدیده‌ای چه باید کرد؟ ما از هر طرف میریم به این چه باید کرد میرسیم. بفرمایید. سپاسگزارم. یه زمینه کوچیک و بعد میریم یک دو سه رو اینا کار میکنیم. و اون زمینه اینه که امروز ملت ایران با اوضاع دردناکی روبروست. بی کفایتی، عدم کارایی و فساد گسترده حکومتگران، نابودی ثروت‌های ملی، منابع آب و محیط زیست که ارمغان رژیم خودکامه فقاهتی است، نه تنها ملت و میهنان را برشکسته و در معرض سقوط قرار داده، بلکه کشور را منزوی، آسیب‌پذیر و در پرتگاه جنگ و نابودی نشانده. رسیدیم به جایی که برای رهایی خودمون و نجات میهنمون راهی جز براندازی رژیم فقاهتی برای من به جا نمانده. در این راستا البته ما توقعمون از متن جامعه کمتری، در این راستا اپوزیسیون یک وظایفی داره. بعد میخوام ببینیم که این وظایف چیست و چی کار باید بکنن. این در پاسخ به چه باید کرده. اپوزیسیون برای به وجود آوردن اعتماد ملی، برای کسب اعتبار و برای نهادینه کردن منافع، ارجحیت منافع ملی به منافع شخصی، باید یک گروه نوین با شرایط ویژه‌ای به وجود بیاره. قبل از اینکه به این شرایط نگاه کنیم، در رابطه با منافع شخصی، منافع جمعی و منافع ملی، میخوام دو سه تا مورد رو با دوستان در میون بذارم. نخست ملاها و منافع ملی. شما نگاه کنین که در آغاز قرن بیستم در ایران دو تا مرکز عالی آموزشی وجود داشت، یکیش دارالفنون بود که زمان امیرکبیر تأسیس شده بود و یکیش همون زمان شروع قرن بیستم به وجود اومد که مدرسه عالی سیاسی بود. جامعه روحانیت با به وجود آوردن این دو تا مرکز آموزشی مخالف بود 100% و در تضاد و در ادامه حیاتشون برای مبارزه میکرد و میخواست جلوگیری کنه. فقط به یه دلیل،
برای اینکه میگفت اون قدرت انحصاری ملاها رو کم میکنه، یعنی برای منافع خودشون منافع ملی رو به هیچ میشمردن. مثال بعدی راجع به شاه و منافع شخصیه. 8 نوامبر 1978، یعنی در اوج انقلاب 57، شاه برای به امید آروم کردن اعتراضات خیابونی دستور میده که هویدا نخست وزیر رو دستگیر کنن و بندازن زندان. در 16 ژانویه، یعنی 2 ماه و 1 هفته بعد، خاندان سلطنت از ایران فرار میکنن. آقای میخوام اسمشون اشتباه نگم که کتاب معمای نوشتن، آقای میلانی، عباس گیلانی می نویسن که شاه بسیاری از مایملک شخصی خیش را از جمله سگهای سلطنتی رو با هواپیما با خودش برد، ولی هویدا را که 13 سال نخست وزیر معتمد شاه بود در ایران واگذاشت. خب این به نظر من واقعا اوج شخصی، منافع شخصی در مقابل منافع جمعی و ملیه. و جالب اینجاست که 1 ماه بعد یک مصاحبه‌گر فرانسوی در زندان قصر داره با هویدا مصاحبه میکنه و میگه که فکر میکنین که چرا شاه دستور بازداشت شما را داد؟ هویدا با لحنی سرد میگه که از خود او بپرسید. مصاحبه‌گره میگه آیا شما فکر میکنین که از شما میخواستن یک قربانی به وجود بیارن؟ هویدا پس از کمی مکس میگه من تنها زندانی نیستم. مصاحبه‌گر دستبردار نیست، میگه اما مگر کسی جز شاه دستور بازداشت شما رو صادر کرد؟ هویدا میگه شاید میخواستن از من به عنوان قربانی استفاده کنن. این از کتاب معمای هویداست. و مثال بعدی هست رجال کشور و منافع شخصی. در این مورد سید ضیا نوشته که تمام رجال ایران خودشان را بیشتر از ایران دوست داشتن. برای آگاهی بینندگانی که ممکنه سید ضیا رو نشناسن، سید ضیا از طرفداران و مزدوران انگلیس در ایران بود که همراه با رضاخان کودتای 1299 رو برپا کرد و سید ضیا مسئول سیاسیش بود، رضاخان مسئول نظامیش. و چنین آدمی که خودش در آلت دست بیگانه است، اینو نوشته، میگه که ایران وسیله دست کسانی بود که نه اراده داشتند و نه معنی وطن را میفهمیدن. من برداشتم از این چند تا موردی که برای بینندگان گفتم اینه که به نظر میاد که ما تصور میکنیم این دیگران هستن که معنای وطن را نمیفهمن، دیگران هستن که منافع شخصی رو به همه چیز و همه کس ارجع میدونن. و اکثر همیهنان میگن اگر ایرانی ها درست بشون همه چیز درست میشود، مثل یعنی ما خودمون جز اونا نیستیم. نمیدونم به انگوجه بودیم. بله. یه مقداری راجع به همین شرایط ویژه‌ای که شما میگید و باز هم توی صحبت ها یه برنامه برای دولت گذار، چون این ور اون ور ما میبینیم میشنویم از این و اون، و این دولت گذار تقریبا مثل اون دولت موقتیه که آقای خمینی و بازرگان و اینها درست کرده بودن، نه؟ هر کاملا هر چیزی که میخواد عوض بشه یه دولت موقت یا یه حالا نمیدونم چرا اسمشو میذاریم گذار، میخوام لاغه برای اینکه میخواییم عربی نمیشه، از اون چیزی که وجود داره به اون چیزی که میخواییم به وجود بیاریم برسیم. گذار مثل یه پل میمونه. بخش نخست صحبتتون راجع به شرایط، اونهایی که یعنی در بین اپوزیسیون، اونهایی که
نجات خودشونو در حمله و یورش نظامی به ایران نمیدانن، اونهایی که دنبال مقام و ثروت و منافع شخصی نیستن، آنهایی که به یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران باورمندن و اونهایی که به دنبال برپایی یک حکومت مردم سالار ایرانی و جدایی دین از دولت هستن میتونن در این گروه ویژه شرکت کنن. اینا شرایطشه. و اما با در نظر گرفتن این واقعیت که با سرنگونی حکومت خودکامه جمهوری اسلامی مشکلات کشور به خودی خود برطرف نمیشه، جامعه تبدیل به مهد آزادی نمیشه، اپوزیسیون باید با برنامه وظایف خودشو انجام بده. من میخوام وظایف گروه نوین رو از دید اندیشکده آگاهی به شناخت براتون، برای بینندگانتون بگم، بعد مجبورم بعضیشو بخونم. سه تا برنامه هست که وظایف این گروه دیش است. نخست برنامه جایگزینی، دوم برنامه دولت گذار، سوم برنامه براندازی. نخست برنامه جایگزینی گفتیم. امروز خردگرایی و پذیرش ارزش آبروی انسان حکم می کند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. همه چیز، یعنی نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و در پیشرفت انسان باشد. بنابراین تنها خواست مردم پایه و اساس ببخشید قانونمندی حکومت می باشد و برنامه جایگزینی بر پایه حکومتی است که منتخب مردم، پاسخگوی خواستهای مردم، یعنی حکومت مردم سالار ایرانی. شما اشاره کردیم به حکومت مردم سالار در پرسشتون. چنین حکومتی نیاز به راهبران و رهبرانی داره که منافع جمعی و ملی رو بر منافع شخصی ارجح میدونن، با پاکی و راستی بدون کوچکترین چشم داشتی برای رهایی مردم و سربلندی ایران گام برمیدارن. فکر کنم بخش دوم پرسشتون راجع به دولت گذار، یعنی من گفتم برنامه دولت گذار، شما میگین دولت گذار چی هستش اصلا خودش؟ بله. خیلی دولت گذار هم دیگه شما اشاره کردین یه دولت ائتلافی موقت، ولی این دولت ائتلافی موقت باید یه کمی برای بینندگان باز بشه، یعنی نماینده اندیشه و دیدگاه های این اعضا هستش، یعنی اندیشه های متفاوت، دیدگاه های مختلف، ولی در طی این دوران محدود مشخص شده از پیش مشخص شده دولت ائتلافی موقت، این تمام این مسائل میذارن کنار، میشن یک واحد، چون یک هدف برنامه مشخصی دارن برای زمان کوتاه. ببینیم که این مسئولیت و توانایی ها چیه، چگونه است. مسئولیت دولت گذار نخست اینه که وسائل ارتباط جمعی، یعنی همه چی، تلویزیون و جراید و همه، باید در خدمت مردم باشه. باید برای این باشه که مردم آگاه کنه که دولت گذار برنامهش چیه، زمانبندی های این برنامه چیه. یعنی این نیستش که دو سال صبر کنیم تا ببینید چی میشه، نه، ماه اول، ماه سوم، ماه ششم، گام به گام باید اعلام بشه از قبل و بهشون گزارش بدن که الان چه کردیم تا امروز. دوم بعدی اینه که دولت موقت باید مشخص کنه که وظیفه و حقوق شهروند چیه.
به مردم بیاموزه که شهروند چیست، کیست و چگونه است، و همینطور در برقراری برابری حقوق همه ایرانیان، یعنی زن، مرد، اقوام مختلف، ادیان متفاوت، احترام به حقوق دیگران و تحمل دیگراندیش، یعنی از طریق این دستگاه های تبلیغاتی که میگیم باید در اختیار مردم باشه، همش در این چارچوب حرکت کنه که بیاموزه و دنبال کنه و نشون بده. میرسیم به این که وظایف دولت گذار چی هست. پس از برقراری امنیت داخلی و حفاظت از مرزهای کشور، نخستین وظیفه دولت موقت تولید کار با درآمد کافی در سراسر کشوره. تلاش برای بالا بردن سطح زندگی کارگر و کارمند و کشاورز، تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب توانایی دولت، و بالاخره یعنی داریم میرسیم به اواخر این زمان این دولت موقت، اعلام چارچوب ضوابط و تاریخ رفراندوم برای انتخاب نوع حکومت. این وظایف اون دولت گذاره. پس ما دو تا از اون سه تا رو در موردش گفتگو کردیم. سومیش از برنامه براندازی، و پیشنهاد من اینه که برنامه براندازی رو بذاریم برای دیدار هفته بعد، و چنانچه وقتی داریم روی اون مسائلی که در آغاز گفتگو کردیم صحبت کنیم. بسیار ممنون. آقای خوشنودی میگن که شما داشتید در رابطه با سید ضیا میگفتید، اگر لطف کنید اون بحث رو باز ادامه بدید، چون مثل این که وسط صحبت کردن اون ماجرای سید ضیا چی بوده که میخواستیم بهش بگیم. سید ضیا اگر خاطرتون باشه، البته شما که منظورم خاطرتون باشه، نه راجع به سنتون نمیگم، در این مورد که سید ضیا یک وابسته به حکومت انگلیس بود در ایران، خودش میگه که شما در واقع اون موقع چیز دیگری وجود نداشت برای نون خوردن و نفس کشیدن و کار کردن بدون رابطه با انگلیس، هیچ چیزی وجود در یه چارچوبی حقیقت داره، ولی خب خیلی انسانهایی بودن که خیلی شریف بودن و زیر بار اینجور مسائل نمی رفتن. و نمیدونم حالا نیاز هست که داستان سید ضیا و کودتا رو بگیم یا اینکه که میخواییم در مورد مسائل دیگه بگید. خب برای ماهایی که نبودیم و بلد نیستیم یاد بگیریم. حتما. داستان به این صورته که انگلیس میخواست قرارداد تحت الحمایه کردن ایران رو پیاده کنه، ولی با شکست روبرو شد و وزیر امور خارجه انگلیس لورد کورزان تصمیم میره که اینو به یک نحو دیگری پیاده کنه. میگه ما باید این تحت الحمایه کردن ایران رو پیاده کنیم، و حالا که از طریق دولت و مجلس نمیشه، ما نیاز داریم یک شخصی رو، یک آدم بیرحم قلدر زورگو رو حمایت کنیم که ما فقط با اون رابطه داشته باشیم و اون خواسته های ما رو پیاده کنیم. و بر حسب تصادف جنرال آیرونساید که رئیس قشون انگلیس در ایران بوده، با رفتن به قزوین با رضا خان آشنا میشه، و البته بهش قبلا اومده بود تهران و یک متعالیتی کرده بود، و یکی دو نفر گفته بودن که شما بد نیست با این شخص یک ملاقاتی بکنین، یک ببینین کیه، یه چی میگیم اینو اندازه‌گیری کنین، اینو ارزیابی کنین. و از طرف دیگه هم داشتن از این در انگلستان اون موقع روی این کار میکردن که کودتا بکنن، و خودشون یه کاندیدی داشتن برای قسمت سیاسیش، ولی قسمت نظامیشو جنرال آیرونساید دنبالش بوده. کسی که اون زمان در به قزاق‌ها
چیز میداده، تمرین میداده و آموزش میداده. یکیشون سرگرد احمد خان بوده، یکیشون هم سروان مسعود خان. این دوتا افسرهای جاندارم بودن و چون که دور دیده بودن و در مورد نظام آگاهی داشتن، این دوتا به قضاها داشتن آموزش میدادن. و یک سرهنگ سمایس بوده مال انگلیس که معاون جنرال آیرونساید بوده، اونم به صورت ناظر جنرال آیرونساید میفرسه اونجا. و موقعی که خودش میاد و ملاقاتی که میکنه با فرمانده ها، رفتار و گفتار رضا خان اینو جلب میکنه. اولا که رضا خان یه آدم قد بلند گردن کلفتی بوده و نحوه رفتارش در اون دیدار مورد توجه آیرونساید قرار میگیره و باهاش دو سه تا دیدار میکنه. از طرف دیگه خود انگلیس 6 ماه بوده که در لندن داره نصرت الدوله رو آموزش میده و آماده میکنه که بیاد در ایران و بشه قسمت سیاسی کودتا. ولی جالب اینجاست که در سفارت انگلیس در تهران یک دو دستگی به وجود اومده بوده و کنسول انگلیس در تهران آقای هاورد اسمش بوده و این با نصرت الدوله زیاد میونه خوبی نداشته، برای که دوست داشته که مسائل از طریق ایشون انجام بشه، ولی نصرت الدوله اینو تحویل نمی گرفته. اینم یک رابطه‌ای به وجود آورده بوده با سید ضیا که یه دونه روزنامه نگار بوده و روزنامه رعد رو در تهران منتشر می کرده. اینه که وقتی که آقای هاورد می فهمه که نصرت الدوله توراس از انگلستان داره میاد، سریع آقای سید ضیا رو باهاش صحبت میکنه، میگه زمانش فرا رسیده که حرکت کنی. نصرت الدوله میرسه به همدان، توی برف و بوران گیر میکنه تا برسه به تهران. در تهران کودتا میشه به وسیله سید ضیا و رضا خان و قشون انگلیس. قبلا میان تهران رو کاملا تحت نظر میگیرن، حتی ژاندارما رو اصلاح میکنن که اصلا بدون خونریزی بدون مشکل بتونن وارد بشن. جالب اینجاست که 24 ساعت قبل از ورود به تهران در اطراف کرج قشون یه دونه جلسه داره که 5 نفر در اون جلسه هستن. تنها غیر نظامی سید ضیاست که گفتیم روزنامه نگار و ژورنالیست بوده. بقیهشون هست رضا خان، سرگرد احمد خان، سروان مسعود خان و امیر احمدی. این 5 نفر قبل از اینکه برن وارد تهران بشن با هم دیگه گفتگویی دارن. میگن خب ما اگه رفتیم و بازنده شدیم و ما رو اعدام کردن که خب شهید شدیم، ولی اگه رفتیم و برنده شدیم امکان داره ما بین ما یک مشکلات و تضادهایی پیش بیاد، اختلاف سلیقه‌ای پیش بیاد، ما باید با هم دیگه یک صحبتهایی بکنیم در اون مورد. سید ضیا میگه خب این کاری نداره، بیایم 5 تامون سوگند بخوریم که تحت هیچ شرایطی تا آخر عمر نه برای همدیگه بزنیم نه به همدیگه برای همدیگه دشمنی کنیم، حتی اگر از هم جدا میشیم قسم بخوریم که اون یکدیگر رو نمیریزیم. و همه سوگند میخورن و پشت قرآن رو امضا میکنن و این اون گروه 5 نفریه که دربارش صحبتهایی تو تاریخ شده. و اینطوری میان به تهران که بقیه داستان هم همه میدونیم که کارهایی که انگلیس کرده بود همه چی رو آماده کرده بود و کودتا میشه و اون نصرت الدوله بعد از اینکه از برق میگذره و وارد تهران میشه جزء گروهی بوده که دستگیر میشه و میپسن زندان. بسیار ممنونم. من از شما دوستان عزیز اگر سوالی دارید یا مستقیما با خود آقای لادن تماس بگیرید، وبسایتشون رو نشون دادم، اندیشکده.net. در رابطه با اون صحبتی که شما کردین همه ایدئال همه چیزا با برای راحتی باشه، یکی از دوستان از
سازمان شما از اندیشکده یک نواری فرستاده و من اونو آماده کرده بودم که جمعه پخش کنم. همینو ایشون میگه توی اون به اصطلاح ویدیو، ولی متاسفانه من اسپایدر بیا به چیز عنکبوت ناکارمون کرد و نتونستم بیام. در مورد گفتهای امروز شما دو مطلب هست که من فکر کنم سوال هفته آینده میشه، حالا اگه میخواین من الان میگم دربارش فکر کنید. یکی اولا ماجرای هویدا، چون آقای فریدون هویدا همین چند تا خیابون پایین تر از ما اینجا زندگی میکردن تا روزی که فوت شدن و من دو بار با ایشون تلفنی صحبت کردم، برادر امیر عباس هویدا، و ایشون حالش خوب نبود. گفت من اگه بیام سوالی رو که چند سال از دو تا دولت پرسیدم برای بیننده ها میگم تا تو مغزشون به اصطلاح جا بگیره و بپرسن. از دولت شاه پرسیدم، حالا بعد از اینکه همه در به در شده بودن، داداش من رو به چه جرمی باید یه اتهامی جرمی داشته باشه که بگیرین؟ به چه جرمی شما اینو گرفتین؟ تیمسار نصیری رو شما به چه جرمی از پاکستان فراخواندید و گرفتید و دیگران رو؟ و گفت از دولت آخوندا هم سوال میکنم که برادر من رو به چه جرمی به اصطلاح متهم کردید، محکوم شد که اینجوری به اصطلاح ناجوان مردانه کشتیش. گفت من دو سوال از دو تا دولت دارم که بنده خدا عمرش به اصطلاح کفاف نداد. ولی در رابطه با صحبت‌های شما اولا خیلی خوشحالم، چون شما آدم منطقی هستیم، مثل اونای دیگه نمیگین ما بریم براندازی کنیم بعد دولت پیدا میکنیم بعد رفراندوم فلان. شما اگه اشتباه ننوشته باشم به این ترتیب بود، نوشتید که جایگزینی دولت گذار بعد براندازی. اگر زمان خمینی دولت موقتی تشکیل شد آقای لادن، برای این بود که حالا چه دوستان قبول کنن چه نکنن، همه دور یک محوری به نام خمینی جمع شده بودن و اگر اونها هم نظر میدادن باز اونجا یک ائتلافی، یک چیزی بود که اینو نگه داره، یک چی بگم، مثل یک بازی که دورش خط میکشن که بازیکن‌ها از این زمین بیرون نرن. الان این اپوزیسیونی که ما داریم، چه کسی رو شما میبینید که یه همچین قدرتی داشته باشه؟ چه کسی حاضره با اون ائتلاف کنه که بیان یه دولت گذار درست کنید؟ من حتی تو ویدیوی قبلی شما که پخش کردم یه جایی شماها از مسئولیت صحبت میکنید، میگم تا اونجایی که من یاد گرفتم، مثلا آقای تیمسار آریانپور لطف کرد اینو بیشتر به من توضیح داد، این ماجرای مسئولیت، خدمت و وظیفه. خیلی از ما ایرانی‌ها نمیدونیم، یکیش خود من، مسئولیت معمولا کسی داره، مثلا آقای رضا پهلوی قسم خورده پادشاهه، حالا مسئول باید جواب بگه، همین که جواب نمیده نشون میده آدم مسئولی نیست و زده زیر قولش مسئولیت. اینی که شماها گفتین ما مسئول باشیم، منظورتون چیه؟ اگه بشه درباره این دوتا موضوع هفته آینده دوشنبه آینده صحبت کنیم. من احتمالاً دوشنبه آینده اون سفری رو که دارم ممکنه نرم و باهاتون باشم، یا اگه میخوان الان صحبت کنید اگر به اصطلاح خسته نشدید. نه من اتفاقاً چون دو تا بحث مختلف رو شما پیش کشیدین، اول راجع به هویدا بود، اون آسونه پاسخش. من به شما قول میدم که آقای فریدون هویدا خودش پاسخ اون دو تا پرسش رو بی تردید میدونست. علت این که شاه هویدا رو دستگیر کرد و نصیری و دیگرانو، یعنی سران رژیمو، میخواست نشون بده که من گناهکار نیستم، گناهکار اینایی هستن که من گرفتم، که همون فرافکنی فرهنگ ماست. البته میدونین که شاه فکر میکرد که چون که در قانون اساسی میگن شاه مسئول نیست، ایشون مسئول نیست، ولی داشت شترمرغ بازی میکرد. از یه طرف قانون اساسی میگفت شاه مسئول نیست، از طرف دیگه میگه باید سلطنت کنی نه حکومت. اون هم حکومت میکرد، همین که میخواست مسئول نباشه. و اینو علنن توی جلسه هیئت وزرا چند بار گفته بود. پس بنابراین قسمت اول، یعنی اون پرسشی که ایشون از شاه کرده، پاسخش اینه که شاه میخواست نشون بده که خودش هیچ گناهی نداره، اگر هر اتفاقی مملکت افتاده
کسانی کردن که مجری اوامر اعلی حضرت و اینکه از جمهوری اسلامی پرسیدن، جمهوری اسلامی به سران رژیم گذشته فقط و فقط به چشم گناهکار و خطاکار نگاه میکرد، نه متهم. و اگه خاطرتون باشه این اینو خمینی بیان کرد، گفت دادگاه مال کسانی که متهم هستن، اینا جنایتکار و گناهکارن. و اونم پاسخ بسیار ممنون. پس این دولت موقت اینا رو میذاریم برای هفته آینده، چون دوستان هم سوال میکنن، میگن که چطور امکان ایجاد دولتی در تبعید مثل اون دوره وجود داره و چطور پشتیبانی میشده و چه قدرتی داشته. ضمناً آقای اکبر اکبری هم از آلمان میگن که جناب لادن ممنون از این اطلاعات مفید به زبان ساده. منم به نوبه خودم از شما ممنونم که هر هفته که شما میان اینجا بر دانش ما و آگاهیامون اضافه میشه. خیلی ممنون سپاس. که مثل یک معلم با حوصله توضیح میدید. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. روزتون بخیر. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم و ایشون روی فیسبوک هستن، روی وبسایتشون که اندیشکده.net هست براتون نشون دادم، اونجا میتونید پیداشون کنید و باهاشون در تماس باشین. یکی دو تا ویدیو ماشاءالله از این لحاظ فعال هستن، خوشم میاد. یکی دو تا ویدیو برای من فرستادن، اینها رو هم من آماده میکنم تا در به اصطلاح برنامه ها نشون بدم، حتی روی فیسبوک قرار بدم. و از شما هم که هستید با ما و سعی میکنید برنامه رو به اصطلاح زنده تر انجام بدیم ممنونم. اجازه بدید ما برگردیم به برنامه خودمون. و نمیدونم، میگم من وقتی از فیسبوک صحبت نمی کنم میبینم خب اینایی که اینجا حاضرن بهشون بی احترامی میشه، وقتی صحبت میکنم دوستان میگن آقا این فیسبوک شده مثل تلفنای اون موقع که یه نفر میاد مسیر رو عوض میکنه. ولی دوستان من فکر میکنم این بیشتر مشکل جامعه ما هست، مخصوصا حالا خانم شوبری ناراحت شده که من چرا گفتم پیرمرد پیرزن. ایشون میگه شما ممکنه به خودت بگی پیرمرد، ولی من پیرزن نیستم. من از شما عذر میخوام، تو همون صحبتام اگه دقت کنید یا برگردید دوباره نگاه کنید، گفتم حالا نگیم پیرمرد پیرزن، میگیم میانسال. البته این کلمه پیر بودن به نظر من همراه با آگاهی و دانش و تجربه است، باید بهش افتخار کنیم که من مثلا به خودم بگم من پیرم، یعنی تجربه دارم. ولی ببینید خانم شوبری، شما برای که اون قسمت اول رو درست کنید متاسفانه خرابترش کردید. من میگم چرا به یه جوان تهمت میزنید، میگید این پول گرفته، شما پاسخ به اون نمیدید، میگید که این جوان بره از پدر و مادرش که اومدن تو خیابون انقلاب کردن بپرسه. خانم عزیز، خانم شوبری گرامی، عزیز من، 30 میلیون ایرانی آمدند، یکی شما نرفتی، یکی من نرفتم. من مأمور حکومت نظامی بودم، نمیتونستم اون ور باشم. شما هم اون موقع از همه داناتر آگاهتر بودید و نرفتید انقلاب کنید. بابا هی نگیم فلانی رفت فلانی رفت. یه مشکل بزرگی که من توی فیسبوک دارم، تا به یک کسی میگیم آقا اون دورم گلستان نبود، باغ و بلبلی نبود، میگن آها شما نمیدونم فسیل ها که سال 57 انقلاب کردید. شما نمیتونید بدونی که کسی رو بشناسید متهمشون کنید، محکومشون کنید، مجرم بشناسید، جرمشون هم بگید حالا باید اعدام بشین. یا چه فرقی داریم با آخونده؟ برفرض که پدر و مادر این خانم رفته تو خیابون انقلاب کرده، حق داشتن به عنوان یه ایرانی، حق داشتن نظرشون رو اون موقع بگن؟ شاهی که میخواد بگه من مسئول نیستم، باز یه اشتباه اضافتر میکنه، دخالت در قوه قضاییه میکنه، در قوه اجراییه میکنه، اینو آقای نخست وزیر خودش میگیره میندازه اینا. باید کار خانم آخه قبول کنید تو رو خدا، بابا یه اشتباهی بوده. بابا این رضا پهلوی که من اینقدر میگم نفهمه، تنبل، خرف، کودنه، حالا دیگه قبول کرده که حتما اشتباهی بوده که مردم انقلاب کردن. اگرم شما میگی مردم انقلاب نکردن، باورتون اینه که خارجی ها انقلاب کردن، که دیگه جای بحثی نداره. بشینیم آقای حمزه پور برامون انقلاب کنه، بشینیم آقای پامپاو برامون انقلاب کنه. من نمیدونم شما چرا هی عوض میشین،
تا ما میایم به شما بگیم این لیوان نوشته سان فرانسیسکو، شما میگی نه خیر این فقط سیسکوه، این شرکت مخابراتیه. حالا یه جا ثابت وایسین تا ما بفهمیم. بعضی هم میگن آقا عصبانی نشو، موضوع عصبانی شدن نیست. شما نگاه کنید این آقای فرخ دوست خوب من، هنرمند. معمولا شما هنرمندا میگی حالا اگر خیلی منطقی نیستن احساسات خوبی داره. آقا یه چیزی گذاشته، یه خانم خارجی فارسی حرف میزنه، میگه من عاشق ایرانم و ایرانیم، من آمدم نظرمو میگم، میگم آقا ما عاشق آمریکا بودیم اومدیم آمریکا، که نبودیم والا. من 5 سال بعد از انقلابم داداشم هم میگفتن بیا، میگفتم بیام اونجا چیکار، بیام اونجا چیکار. شما جوان بودید رفتید درس بخونید، ما دیگه اینجا کار میکنیم، زندگی میکنیم، بچه داریم، زن داریم، خونه داریم، شغل داریم، ماشین داریم. حالا چی داشتم میگفتم خدایا نمیدونم والله، آدم اصلا حرف خودش هم یاد. آها خیلی خوشحالم آقای مرتضوی اینجاست، حداقل این برم راجبه آقای مرتضوی هم کتاب شما رو گرفتم، ممنونم از لطفتون. ما قانونمون اینه که هر کتابی رو دوستان لطف میکنن توی برنامه‌مون به قول آمریکایی‌ها پلاگ میکنیم، یعنی تبلیغش رو میکنیم و نشون میدیم که The Mystery of America What I Learned and Love About This Country. اگه لطف کنید لینک کتابتون یا لینک فیسبوکتون رو همین توی فیسبوک اینجا بذارید، همین جایی که خودتون هستید، ممنون میشم. ضمناً تا توی کتابا هستیم اجازه بدید من از کتاب آقای امیر حسین لادن هم صحبت کنم، خدا سالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری. آقای امیر حسین لادن این رو روی فکر شرکت کتاب میفروشه، فکر کنم توی آمازون هم هست، ولی با آقای لادن تماس بگیرید و ببینید چه باید کرد. ضمناً آقای مرتضوی یکی از دوستان به نام بیژن گو آقا من که جن دارم چرا اینا به من میگن بیژن؟ یکی از دوستان به نام بیژن برنامه شما رو خوشش آمده و یه مبلغی رو فرستاده، مبلغ خوبی هم هست فرستاده، من ممنونم و خیلی به موقع شد، به جا شد که شما ویدیو رو فرستادید، ایشون حمایت فرستاده و ما نشون میدیم. حالا جالب اینه وقتی نامه ایشون اومد، این نامه به این صورت بود، خب این ورش نوشته و اینها، من این نامه رو که خواستم واس کنم دیدم یه نامه دیگه چسبیده بهش. این پاکت هایی هست که چون میدونید یه چند نفر مردن تو آمریکا، یا وقتی که با زبونشون این پاکت، سر پاکت رو خیس میکردن زبونشون کات شد، بعد مریضی های خیلی بد و مسموم و اینها. این بود که بعضی پاکت ها که شما میخرید یک چسب اینجا چسبیده، اینو میکنید خود پاکته میچسبه. حالا توی آمریکا برای که ارزونتر پول پست بدید، شما میتونید پاکت رو سرباز بفرستید. این نامه های سرگشاده از اینجا میاد، طرف نمیخواسته به اندازه کافی پول بده، شوخی میکنم. نامه های سرگشاده یعنی من علنن میگم که تام بتونی علنن پاسخ بدی. این نامه دیدم این اینجوری چسبیده به این، وقتی میبینیش فکر میکنی یه نامه است، ولی وقتی وازش کردم دیدم این نامه اصلا مال یه بنده خدایی هست، حالا فامیلیش اینام نمیگیم، و این مثل که چک کیبل کامکست گذاشته. حالا من که دیگه پستچی رفت با فردا بذارم برگرده به این دوست خوبمون بیژن عزیز از فلوریدا. میگم ممکنه این نامه توی پست که میندازی نامه های دیگر هم از بس جذابی ماشاءالله اونا رو هم به خودش جذب میکنه، اگه لطف کنی وقتی اینجوری میکنی یه چسب اسکاچ تیپ بهش میگیم نه، یه چسب بزنی اینجا که اون اتفاق پیش نیفته خیلی خوبه. ولی دوستان تا اونجایی که میتونید با دهان با زبان اینا رو نزنید. گفتن این چسبا یه مدتی مونده مال خارج و مال چین و اینا هست، یه میکروبا و ویروسا و چیزی اینجا هست و نشون میده که از تو زبان طرف چون کات شده کرم میاد بیرون. حالا آدم حالش هم بد میشه ولی بگیم بهتره. در مورد اتیکت زدن و میگن مزدور، خب چی بگم، یه چیز گفتی، یه نصف کاره گذاشتی. آها فیلم آقای
فیلم آقای مرتضوی رو براتون بعد از برنامه خودم پخش میکنم، ولی بذارید به یک قسمتی از اون توجه کنیم چون خیلی جالبه. آقای مرتضوی میگه آقا خانم، من اصلا مثل که تو باستون باید اینا رجیستر کنن، من ام رجیستر دموکرات، یعنی رفتم ثبت نام کردم، من دموکراتم. توی ویرجینیا ما قرار نیست ثبت نام کنیم، ما میتونیم امروز دموکرات رای بدیم، فردا ریپابلیک، و مخصوصا برای ما ایرانی ها خیلی خوبه. ایرانی ها اونجایی که میخوان تکس ندن همه ریپابلیکن، اونجایی که میخوان دیگران نیان اینجا همه ریپابلیکن، اونجایی که پدر مادرشون میخوان بیان همه دموکراتن، اونجایی که میخوان کمک بگیرن، بابام مریضه، ننم مریضه، بچم میخواد بمرسه، همه دموکراتن. یعنی ما حقیقتا باید یه حزبی به نام حزب باد هم درست کنن تا بتونیم اونجا ما ایرانی‌ها ثبت نام کنیم. بذارید من براتون این صحبت آقای جلیل مرتضوی رو بذارم اینجا نشون بدم و خودتون قضاوت کنید. و این فکر کنم نوشته های روی این ویدیو مال موقعی بوده که آقای مرتضوی با اون دوستمون آقای حقگو تلویزیون یو اس ایران تی وی رو داشتن و فکر کنم با اون دستگاه ضبط کردن. به همین خاطر عکس خودشون هست، اسمشون هست، محلی که زندگی میکنن بوستون و اسم اون یو اس ایران تی وی. اینو با هم ببینیم یه چند دقیقه، ولی چون 17 دقیقه هست، 17 دقیقه برای نشون دادن تو برنامه من طولانیه. اینو مخصوصا چون جمعه برنامه نداشتم، چون امروز دوتا مهمون داشتم، یکی اون دوستمون آقای علیرضا نوری پور از دانمارک و آقای امیر حسین لادن، اینه که امروز بعد از برنامه خودم این ویدیو رو به صورت کامل میذارم روی فیسبوک، هم این رو میذارم. یه بار دیگه از آقا بیژن ممنونم که برنامه آقای مرتضوی رو میخواد حمایت کنه، و از آقای مرتضوی هم خواهش میکنم مثل قدیم، مثل اون جلیل مرتضوی که من میشناختم، همون کاری رو که نگاهش به روزنامه ها، صبح روزنامه ها رو میخوند و یکی یکی برای ما میگفت، حالا نظر خودش هم اگه میگه بگه، هیچ عیبی نداره، ماها هممون نظر داریم و ما گوینده نیستیم که حقوق گرفته باشیم هرچی اونا بگن. تازه اگر پولم بهمون بدن وقتی یه کاغذ میذارن جلومون، به اصطلاح بهمون این خوشنودی نوشته، من یادم اومد شما چی یادت رفته برات نوشتم، اونی که گفت یادم رفت. در صورت ما ربات یا آدم آهنی نیستیم، ما مأمور و معذور نیستیم. گفته اون آقای کی بود بهتون گفتم، این وزیر آقای سیروس آموزگار گفت تغییر روحانی با اون صدای رساش دادن دستش خوند. آقا یعنی چی؟ مگه مغز نداشته؟ فقط زبون داشت بخونه؟ خب مغز داشته، وقتی میدن دستش میگن آقا شرایط اینجوری، بگه نه اینجوری نیست، نمیخونم. در صورت بشنویم دو سه دقیقه از ویدیوی آقای جلیل مرتضوی از بوستون. دوستان این ماجرای کتاب ترامپ رو که خودش ننوشته، ولی چقدر قشنگ آقای مرتضوی اینجا توضیح میده و به کلاش بودن ترامپ، کلاش بودن همسر اولش،
اصلا این که اینا ریششون رو با دروغ و فساد و وقتا میگفتن نطفش رو با فساد بستن. گوش بدید ببینید، 30 سال پیش یک کتابی رو ترامپ پول داده بوده به یه نفر نوشته به نام این، که همون الان آمده میگه آقا این ترامپ وقتی من باهاش بودم که میخواستم ببینم چی تو مغز این بوده این کتاب رو بنویسم چنین و چنان. ولی حالا ببینید آقای مرتضوی درباره این کتاب ترامپ چی میگه. هنر دیل بستن، هنر معامله کردن. بله، چون اتفاقا مجله نیو ریپابلیک که یک نشریه فوق‌العاده با اعتبار طرفدار جمهوری‌خواهان هست، در مورد بعضی از کتابا نوشته بود، حالا از حاشیه نمیخوام، فقط میخوام بگم که روحیه فکر آقای ترامپ رو ببینید. آقای ترامپ این کتاب رو نوشته بود برای اینکه این کتاب رو بسله بکنه. این جملاتی هستش که در نشریه نیو ریپابلیک چند ماه پیش نوشته شده بود، دوستان میتونن مراجعه بکنن. نوشته بود که آقای ترامپ مجبور شد کتابای خودش رو خودش بخره، خیلی ها شد، چون میخواسته بسله بشه. حتی از همسر اول آقای ترامپ که مادر همین خانم ایوانکا اینا هسته، اون خانم هم میدونی که اهل چکسلواکی و اون زمان بود، ایوان فکر کنم اسمش، این خانم خودش میگفت این مجله نیو ریپابلیک که من 60,000 دلار پول دادم، یا تو باشه 30 سال پیش 60,000 دلار خیلی بود، 60,000 دلار پول دادم، یعنی به مقدار 60,000 دلار کتاب های آقای ترامپ رو خریدم و مجبور شدم که در تمام هتل هایی که ما صاحبشیم و یا مدیریت می کنیم تو هر اتاقی یه دونه این کتاب رو جا بدم که هم اونجا باشه مردم ببینن، هم فروش کتاب رو برم بالا. دونه که در هتل های امریکا حتما بودی، اون بیروی که باز میکنی بغل تختتون معمولا توش بایبله. حالا تو اتاقای آقای ترامپ کتاب آقای ترامپ هم بغل بایبله، یعنی انجیل. برحال این بابا باعث شد که کتابشو بکنه بستله و 1.5 میلیون هم اینجوری فروش رفت. با وقتی میرید بستله در نیویورک تایمز، بله دوستان، وقتی میشه بستله میان تو تلویزیون میگن، اونی هم که تا حالا نمیخواسته بخره میره میخره. ولی این ترامپ حتی درباره پروموت کردن کتاب و ایناش به اسم دیگران با صدای قلابی زنگ میزده با رادیو و تلویزیون اینها که همش گندش بالا اومده. و چرا امروز داره راجع به ایران خیلی شلوغ میکنه؟ برای که گند خودش دوباره هفته قبل بالا اومد. این بار وکیلش که میگفت این مثل پسر منه، اونم میگفت این مثل پدر منه، و اون میگفت من حاضرم برای ترامپ تیر بخورم، وایسم جلو گلوله، آمد نوارشو FBI البته ریخت اونجا گرفتن اینها، ولی نوار ضبط کرده که ترامپ گفت این کار غیرقانونیه. گفتن نه خیر، تو نیویورک غیرقانونی نیست. آقای مرتضوی خیلی ممنون، شما یه لینکی فرستادید توی قسمت پیام خصوصی و ممنونم آقای بیژن عزیز. آقای مرتضوی گفته که جناب سوری هم از لطف شما هم از توجه بیژن و حمایتش ممنونم، منم به نوبه خودم ممنون و متشکرم. امیدوارم که آقای مرتضوی بتونه برنامه‌هاشو بیشتر و بیشتر، دو سه روزی یه ویدیو برای ما درست کنه، خلاصه رو بگه، نظراتشو بگه، نظرشو درباره این ماجرای دیروز که واقعا دیگه یعنی افت اینایی که 40 سال اینجا بودن، از خانم هما سرشار گرفته، از این فخرآور ننگاور. بهتون گفتم من سر یک کتابی با آقای بیژن خلیلی هفته پیش زنگ زدم صحبت کردم،
گفت که میای اینجا؟ گفتم برای بیام اونجا، چه خبره؟ بعد گفت که وزیر امور خارجه میاد. گفتم آقا من سعی میکنم شبا برم تو واشنگتن که روزا این کثافتا رو نبینم، حالا بلند شم از اینجا بیام 3000 مایل اونورتر، 2000 مایل، 3000 کیلومتر هرچی، بیام اونورتر که اینو ببینم. بعد گند مهمونی بالا اومده که مهمونیه رو کیا راه انداختن، چه کسایی رو یواشکی دعوت کردن، چه کسایی رو بهش گفتن تو میتونی سوال کنی، اون نمیتونه سوال کنه. و جالب اینه رضا مشایخی میاد میگه این 50 نفری که اونجا بودن همه خود فروشن و خودشون رو به دستگاه آمریکا فروختن. فخرآور ننگاور میگه اونایی که گفتن آقای پمپو جنگ نکن، این دلارای آمریکا رو، جوانای آمریکا رو اونجا به کشتن ندید، خودتون بی‌ناموسا یکیتون، بچه‌تون، برادرتون بره جنگ، ماها رو، اسم من و اونای دیگه‌ای که اونجا بودن نوشته اینها خائن و مزدورن، حتی پاشو از گلیم خودش زیادتر گذاشته که اولین باری که ببینمش یه لغت میزنم تو شکمش، بهش میگم تو که به من میگی آشغال جمع کن، خب من آشغال جمع کن اگه نبودم تو رو نمی آوردم اینجا فرهاد پارسی آبروتو ببره. و مرده که پس فطرت من آشغال جمع کنم یا تو و خواهرات که میرین ترکیه خوش میگذرونین، تصادف میکنین با ماشین، میان به اینا میگین مامورای جمهوری اسلامی دنبالمون بودن. نمیخوام بگم قولتون میدم چون ممکنه یه تغییری تو زندگیش پیش بیاد. افرادی مثل این فخرآور آخرش خودکشیه. اینا حالا میبینید اینایی که اینجوری میان چون فواره میرن بالا، بعد مثل فواره میان پایین، دروغ میگیم من 3 میلیون کتاب فروختم. آقای جلیل مرتضوی با افتخار میگه من 330 تا کتاب فروختم. آفرین. این مرده که دروغگو میگه من 3 میلیون کتاب فروختم. بعد آقای مسعود صد بهش میگه که آقا مثل که تلویزیون های دیگه باید مصاحبه نمی کنن، میگه فرح پهلوی به یکایکشون زنگ زده گفته با من مصاحبه نمی کنن. نکنن. دروغ 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 از اول تا آخر. زمینن خانم شوبری اینجا به من گفته که من به اون خانم توهین نکردم، شما پست من رو دوباره بذار. وقتی دیلیت میکنی دیگه نمیتونم بذارم، ولی اگه شما میگید توهین نکردید، اگه شما ننوشتید ایشون حتما پول گرفته، لابد من مالی خولیا دارم، از این بابت از شما عذر میخوام. ولی خودتون الان میگید که این خانم باید از پدر و مادرش ناراحت باشه، چون پدر شما پدر مادر این خانم رو میشناسید. اگه نمیشناسید، خب اگر مسلمونید مذهب دیگه ای دارید، خب این گناهه. اگر مسلمون و مذهب و اینا نیستید، مثل من هرهوری مذهب هستید، شرف و وجدان دارید، این از شرف و وجدان دوره. کسی که نمیشناسیمش، والا من این خانومه رو تا دیروز بعد از ظهر حلانم نمیشناسم، ولی به خودم اجازه نمیدم. این شعره بود میگفت نگیم از گل نازکتر، بیژن سپهر چیز میگه دیگه، کی بود؟ همه اسما قاطی. بله، آقای خوشنودی میگه اون موقع که یادت رفت داشتی در مورد اتیکت زدن و میگن مزدور و اینها صحبت میکردی، اینو بارها هم گفتم، خیلی ممنون که تو نشستی یادمو میاری. این آقای فرخ یک فیلمی رو گذاشته و خیلی جالبه، میگم ما با وجودی که میگیم آقا من نمیتونم جواب بدم یا ایمیل یا تلفن اینها، باز گاهی وقتی دیگه آدم طاقت نمیاره، نشسته داره یه ویدیوی درست میکنه، میگه اینم جواب بدم. من نوشتم که خب اگه این خانم اینقدر ایران رو دوست میداره، بلندشه بره اونجا، مثل مایی که اومدیم آمریکا چه فکرها میکردیم چه ها که شد. بعد آقای فرخ خیلی جالب نوشته که نه شما نباید اینو بگید. میگم آقا شما دیکتاتور شدی؟ ما دلمون به تو خوش بود، تو هم دیکتاتور شدی؟ من حق ندارم روی صفحه خودم خصوصی شما نوشتی من جواب خصوصی بدم، نظرمو بگم. بعد بهش میگم قربونت برم، شما بنویس چی میخوای من همونو بگم. اون وقتا میگفتن حالا که زوره یا حسین یا هم چیزی. یعنی شما چه تفاوتی دارید با اونی که یه زندانی رو بیگناه رو میگیره میزنه، میگه اقرار کن که تو اونجا بودی، تو آدم کشتی، اقرار کن که مواد مخدر داشتی، چه تفاوتی داره؟
که شما به من میگی اقرار کنم بگم چی؟ آقا این خانمه دوست پسر ایرانی داشته، اولین چیزی که یادش داده فوشه، بعد زبون تو زبونش گذاشته، زبون یاد گرفته. خب باید چی کار کنی؟ این همه ایرانی ها این همه زبان یاد گرفتن، کسی آمد عکس ما رو نشون بده؟ خانم امرسان ترکی آمد گل سنگم گل سنگم، همم اونجا مسخرش میکردن، خانما ازشون بدش میمد، آقایون چون هیکلش سکسی بود خوششون میمد، مسخرش میکردن. خب بخون دیگه، خانم سوراخ تنگم نمیدونم. آقا من نمیدونم آقا فرخ چی میشه یه دفعه یه آدم خوبی مثل شما میگه بله باید اینجوری بگی. گفتیم باشی بابا، از این به بعد هر کدومتون یه سوال میکنید بعدم بگید دوستان لطفاً در جواب من اینو بنویسید. حالا از این جالبتر یه دوست دیگه فکر کنم ایشونم شیرازیه، یک چیزی راجع به مجاهدین داشت برنامه پخش میکرده یا پخش میشده، ایشون نوشته بود برای من که برای اقلا من فکر میکنم فرشید دامریحان نوشته آخرش نفهمیدم. نگاه کنید دوستان، بذار ببینیم اگه بخوام ما جواب این فیسبوک و اینا رو بدیم کجاها باید بریم و چرا سربی میگه آقا خانم من جواب نمیدم، شما هر چی میخوای برو فوش خوار مادرم بده، من جواب نمیدم، ولی اگر پیغام گذاشتی اگر ایمیل فرستادی من جواب میدم. ببینید اومدیم نوشتیم دوستان روی ویدیو کلیک کنید تماشا کنید، یک ساعت و نیم این دوستانی که از مجاهدین جدا شدن، جوونیشون رو گذاشتن رفتن تظاهرات، فیلم ساختن فرستادن. صبح که گذاشتیم علی بنگی، علی ترابی بیناموز نوشته سربی مردم فروش، آدم فروش. ما نوشتیم بله زن و بچه تو رو فروختیم، زن و دخترت فروختیم. اوکی. حالا بعدش این دوستمون آقای فرشید خان آمده نوشته آخرش نفهمیدیم مسعود زنده است یا مرده، دلم میخواهد یکی از اعضای مجاهدین جواب دهد، اگر مرده چرا مرگش را اظهار نمی کنه. ما برداشتیم نوشتیم که چه فرقی میکنه، وقتی زنده بود چه چند تا نقطه بر سرش زد، حالا میتونیم بگیم چه تاج گلی یا چه تاج تری بر سرش زد، که حالا که مرده یا معلول است بزنم. آقا فرشید جواب میده کاکا این نشد جواب من، مسعود رهبر بود حالا پیداش نیست، همه هم میگن مرده. آخه چرا این پوفیوز ها اصلا حرف روشنی نمیزنن؟ کلمه بله مرده، بله مرده یا زنده است، ولی منم نوشتم آقا والا نمیدونم شما بگو ما چی بگیم، شما میگی نه این نشد جواب بده. بعد میگی دوست دارم مسئولین اونا بیان. میگم آقا ما این همه برنامه میذاریم، ما میگیم آقا مجاهدین سازمان آزادی بخش نیست، یک فرقه دربسته است، شما اینا رو قبول نداری هنوز؟ آقا تماس بگیر به وبسایتشون، زنگ بزن به شماره تلفنایی که میذارن وقتی گل ریزان میکنن، آقای فیلابی زنگ میزنه میگه 2000 دلار از گوشگلو بچم گرفتم دادم، شما زنگ بزن بگو آقا این آقا کجاست که ما باید پرش پول بدیم دستمال کاغذی و کاپوت بخریم. اینجوری زنگ بزنید ببین چه جواب میدن. به آقای غلام ترشیزی تماس بگی بگو آقای ترشیزی شما که طرفدار نیاک بودی بعد فهمیدی که نیاک اون چیزی که میخواد نیست، رفتی دنبال مجاهدین، امروز دنبال مجاهدین هستی که نه رهبر داره نه برنامه داره. خب آقا یه نفر بیاد جواب ما رو بده، من که اینجا جوابگوی همه نیستم، ولی شما میای اینجا سوال میکنی. درصد من ممنون و متشکرم والا. اوکی. آقای فرخ میگه من نگفتم حق نداری، من گفتم نظر شما درست نیست. ای بابا این نظر منه، این نظر منه، شما لازم نی به من بگی نظر شما درست نیست، شما نظر خودتو بگو. اون وقت مردم میان میبینن نظر فرخ اینه، شما نظر در با... اولا شما 4 تا 5 تا ویدیو میفرستی، بعد تایم به موقعی که من جواب اولی رو میدم شما نمیدونی من در رابطه با کدومش جواب دادم، اینم برای اینه که خیلی زیاد میفرستی نمیفهمی کجا به کجاست. شما نظر چی درباره این خانمی که فارسی حرف میزنه؟ آقا 6 ماه رفته ایران،
استعداد زبانش خوب بوده، مهمونی خورده و خابیده و زبانم یاد گرفته اومده. همین خانم اگر یه ویدیوی هست دوستان دیدید، یه پسر آلمانی رفته ترکیه، رفته قزاقستان، رفته تاجیکستان فلان اینا، تو ایران یقهشو گرفتن، پلیس، بسیجی، چی میگن، پاسدار، گفتن چیکار میکنی اینجا، گفته من مسافرم، توریستم، گفتن پاسپورت بدین، چی جیبته، جیبش هم پولا رو گرفتن، پولا رو شمردن، وقتی بهش دادن میگه $100 کم شده. یادم افتاد یه سالی من رفتم تهران، فکر کنم کلاس دهم، یعنی سال اول هنرستان یا کلاس 11 بودم، و رفتم توی لاله‌زار برم ساعت بخرم. بعد ما یه پسرخاله پدری داشتیم، حسام، خدا رحمتش کنه، این خیلی چی میگه، خیلی نابکار بود و از این بزن بهادرا و اینا بود. من یادمه یه نفر اومد به من گفت شما این مثلا پول خورد داری، یا من میخواستم پول خورد کنم. یه دفعه این پسرخاله پدر من تو تهران ظاهر شد، بهش گفت که فلانی برو بر اونو فرستاد اون بر. همیشه به من میگفت پسرخاله، گفت پسرخاله من فکر کردم تو بلدی. گفتم چی بلدم؟ گفت اینا میخوان تو پولتو در بیاری، پولو بزنن برن. حالا این ماجرای ایرانم اینجوری شده، طرف پولشو داده دست پاسدار یا مأمور دولت، میگه $100 منو دزدیدن. حالا اینم شما پخش کن، نظرتو درباره اینو بگو. بعد میگه که بابا این مملکتی که اینقدر باش از دین حرف میزنن، چادر میپوشن، دوربینشو میبره نشون میده خانما چادر پوشیدن، آقایون فلان اینا اینقدر از معنویت صحبت میکنن، آخه پول توریستی که تو تاجیکستان، تو قزاقستان، تو ترکیه، تو چند تا کشور میگه، از این آدمای بیحال هیپی اینور ور داره دور میزنه. هر کی با مجاهدین تماس بگیره یا بهش میگن از وزارت اطلاعات هستی، یا فوش خار مادر میدن. قربون دهنت، کاش که اینجا بودی یه ماچت میکردم. خودت بعد از برنامه برو روبرو آینه خودتو ماچ کن، از طرف سر بید. ممنون، متشکرم. من اگر آذری حرف میزنم و کالچر آنها را دوست دارم، باید به آذربایجان بروم؟ نه، این چه حرفیه. اون خانمه وقتی اینجوری با آب و تاب میگه، من نظرم اینه اگه کسی اینقدر اونجا رو دوست داره بره. خود من دوستان ایرانی که تو ایران هستن، وقتی از آمریکا میگن آه شنیدیم آمریکا، تا میرسی میری سو رو میکنی پولت میدن، میگن بابا کسی اینجا به نام سو نیست بری بکنیش پولت بدن، بدبخت ایدز میگیری. یه چیزی هست به نام شکایت، بهش میگن سو. براشون تعریف میکنم، میگم آقا آمریکا که میای صبح که میری بچه تو نمیبینی، شب که میای بچه تو نمیبینی، صبح که میری تاریک خوابه، شب که میای تاریک خوابه. و این نظر منه. حالا شما نمیخوای بره این خانمه همینجور باشه، ویدیوش هم پخش کن، باهاش هم مصاحبه کن، مبارکتون باشه و خیلی ممنون و متشکرم. و دیگه من نظرمو رو قسمت چیزای شما نمینویسم، ولی چون به شما قول دادم درباره این ماجرای فرخ یه کار قشنگی آرنداخته، ما هی گفتیم بابا یه نفر بیاد آهنگ درخواستی اینجا پخش کنه. یادم سالها پیش یه چند تا از این بچه ها، حسن بود، یه خانمی بود، اینا گفتن ما میخوام آهنگ درخواستی پخش کنیم. اون وقتا امکانات کم بود، طرف اینقدر سیدی می آورد، بازم نمیتونست اون چیزی که مردم میخوان. ولی الان شما بگو گلپا آهنگ خوشا آنان که رفتن، گلپا آهنگ تا زنده هستن، فوری میاد، اصلا وسیله هم نمیخواد. الان موقعی که شما میتونی آهنگ درخواستی بذاری، فرخ بیاد شروع کنه. ولی تو رو خدا فرخ بابا، اول وسیلهش آماده کن، جلو کامپیوترتو تمیز کن، اول رو زمین رو نشون میدی، وایرا رو نشون میدی، بعد دوربینه یا تلفنه از دستت میفته. ببخشید باز اینو میگم، ها این یه چیزایی هست، $4 $5 شما میخری، نگاه کن این، آه یکم توف میزنی اینجاش، میچسبونیش اینجا، بعد این کامپیوتر چی میگم تلفنت میذاری اینجا، هر جا بخوای نشون میدی. شما یادتون من یه مدت اصلا با این تلفنه از رو فیس تایم نشون میدادم. ببخشید اینو میگم، باز بدت نیاد، شیرازی های مسئله دارن، میگن اگه کسی میخواد یه گویی بخوره، قاشق گوخوریش باید حاضر کنه. اینجا میگن if you wanna do something you have to have plan and you have to have tools. مثلا شما که هنرمندی، شما که میخوای همه چی پرفکت اجرا بشه، باید یه دو تا برنامه رو
برای خودت فقط ضبط کنی، ضبط کردن، شروع شدن، اینها رو یاد بگیری، کار کنی، بعدم 20 سال پیش 30 سال پیش اگه انجام میدادی الان totally different، عوض شده. اون اشکالی که من دیدم، شما از من پرسیدی اشکال چیه، گفتم صدا قطع وصل میشی، شما گفتی دیگران هیچ اشکالی نگرفتن، من دیگه نخواستم بگم آقا بخون بخون، خود دیگران نوشتن صدا قطع وصل میشه و منم اینجا صدا قطع وصل میشه. من میدونم چرا، احتمالاً اون باکس تلویزیونی که داری داره از اینترنت استفاده میکنه، کامپیوترت داره از اینترنت استفاده میکنه، این تلفنی که داری از اینترنت استفاده میکنی، دختر، پسر، بچه، همسرت که تو خونه است داره از اینترنت استفاده میکنه و شما اینترنت کمرشال نداری، باید اینترنت کمرشال بگیری، مای $100 $150 اکسترا اضافه بدی تا بعد اون وقت شروع کنی به مثل ما گدایی. آقا خانم حمایت کنی. ممنونم از اون دوستی که $100 و 9 سنت حمایت کرده، ممنونم از اون دوستی که حمایت کرده برنامه آقای مرتضوی رو. و اگه شما اینجوری پول بفرستید، $100 فرستادید، خب من به آقای مرتضوی میگم آقا شما خودت پول بگیر بابت برنامه اینقدر به من بده که این بنده خدا هم یه مقداری بتونه وسیله بهتری بگیره، بتونه مثل که استودیوشو داره بتونه اینترنت قوی تری بگیره. در هر صورت باید یاد بگیریم با هم کار کنیم. من از یکایی که شما ممنونم. دوستان تو رو خدا یکم یاد بگیرین، اگه میخواین رو فیسبوک پیام بذارید، میخواین کامنت بفرستید، شماره تلفنتون رو تو قسمت عمومی ننویسید آقای صوربی به این تلفن زنگ بزن، بابا برو قسمت مسیج. حالا من میخوام یه چیزی به شما نشون بدم، speed، این رو 100 بار نشون دادم، speed test، این یک کلمه .net. شما میری اینجا، اینام کردنش پر تبلیغ، فقط برای که فرخ یا دیگر دوستان بفهمند که آقا باید یه پولی بدی تا، و الا هر کسی تلفن دستش نمیتونه بگیره دست بره تو هتل بشینه برنامه پخش کنه. بله یه برنامه باشه، با دوستات باشی، نشسته باشی، نهار بخوری، یه عکس بخوای بفرسی اینستاگرام، نمیدونم برای خودتم گوش و دماغ و سیبیل گربه‌ای بذاری فلان، ولی شما وقتی رفتی speedtest.net یه صفحه مثل این حاضر میشه، یواش میای که گربه شاخت نزنه، ماوست رو میاری روی این گو، کلیک میکنی و میشینی کنار نگاه میکنی. این پینگ باید پایین باشه، هر چی پایین تر بهتر. من وقتی برنامه های دیگه روشن نیست، این رو 3 هست یا ماکسیموم 4. الان چون اکس اسپلیت روشنه، اسکایپ روشنه، وید بلاستر روشنه، لایو این روشنه، لایو فیسبوک روشنه، پینگ شده 5. مال شما ممکنه بعضی وقتا 30 باشه، 30 میلی سکند، 5 میلی سکند کجا، 5 کجا، 30 کجا. حالا ببین دانلود 553 مگابیت پر سکند، اوکی؟ مگا نه کیلو. اپلود مهمه برای ما، 888 65. حالا شما مال خودت نگاه کن، یه وقت میبینی این 2، این 3، یه وقت میبینی این 4، این 15 است. اینا فقط برای همین خوبه که یه عقب افتاده مثل علی ترابی بره تو والمارت بشینه، چون زنش فوشش داد از خونه کردش بیرون، نوارش هست. مجید بزن همینجا نوارشو، جیغ میزنه میگه پدر سگ بلند شو برو بیرون، از خونه کردش بیرون، رفت نشست تو والمارت، وقت احمد پشت سرش این گاریا رو تق تق میزدن، داشت با وایفای والمارت میفرستاد چیزا. بعد تلفن ها خب نمیتونی شما با سیم داشته باشی، ولی اگر کامپیوتر استفاده کنی حتما وایرد باشه، وایرلس یا بی سیم وایفای استفاده نکن، وایر. موفق بشی، آهنگ بذاریم، ما هم از این به بعد میشینیم به جایی که اینقدر زیر گرما خودمون را اذیت کنیم، ما میشینیم شما آهنگی گذاشتی آخرش میگیم آقا این چی بود، دوتام فوش و فضیحت میکنیم مثل دیگران. درستان میگه که اشتباه کردم، دیگر نظر شما را نمیخوام و گفتم اسپید تست دارم و تست میکنم. بله خیلی ممنون، خوبه که از اشتباهاتمون تجربه بگیریم. یه گفته هست میگن انیشتین گفته، ولی ثابت شده انیشتین نگفته، تازه غلط هم هست، درستش رو چند سال پیش اعلام کرده. میگن که
insanity یعنی دیوانگی اونه که ما یه کاری رو انجام بدیم و هر دفعه بخوایم یه نتیجه مختلف بهمون بده. بعدا ثابت کردن که نه این دیوانگی نیست، چون اینایی که تو آزمایشگاه اینا یه کاری انجام میدن بعد نتیجه میگیرن همونه. میگه دیوانگی اونه که یه کاری رو انجام بدیم ببینیم اشتباهه، باز دوباره اون اشتباه رو انجام بدیم. در هر صورت چون شما از من نظر خواستی، من نظرمو گفتم. به خاطر اینکه آدیو خیلی بندویت میگیره، من فکر کنم چون آدیو نشون میدی اینستاگرامو نمیدونم، فیسبوک، اسکایپ اینا، بهت تو دستگاه برو تو اون قسمت بذار یه چی بهتون نشون بدم، بزن کنترل آلت دیلیت، بعد یه چیزی باز میشه بهش میگن. حالا سعید میخنده میگه نگاه کن سوربی به من گفت بیا اینا رو یاد مردم بده، من نیومدم خودش داره یاد میده. نگاه کن این پروسس، این سرویسز، پرفورمنسز، نگاه کنید این کامپیوتری که ما اینجا داریم، هر کامپیوتر 199 دلاری رو شما نمیتونی اینجوری کنی. بله یه وقت مسافرت هستم اون کار رو انجام میدم، ولی اگه میخوای یه چیزی داشته باشی 4 تا برنامه نشون بده. نگاه کن حالا مجید لاباد از اینا داره 16 تا انجین داره میگه نگاه کن، سوربی فکر میکنه هنونوی کرده. ببینی اینا SPU یا اون به اصطلاح این کامپیوتره 8 تا پروسسور داره، تازه با همه اینا این پایین نگاه کن چه فشاری باش میاد، ولی این بالا نگاه کن کامپیوتره بهش فشار نمیاد، این مموریشه. اوکی؟ بعد ببین چند تا دستگاه داریم، 1 2 3 4 5 6 7 8. شما اینا رو هم باید یاد بگیری نگاه کنی. حتی یه چیزایی هست که اگه گرم میکنه میگه اگر گرم کرد خاموش کنم کامپیوترت، یا اگه گرم شد برنامه‌ای رو که نمیخوای خاموش کنم. اینا رو باید یاد بگیری، به اون سادگی نیست که شما گیتار بزنی و بخونی دیگران کار کنن. آقای فرخ با پای خودت پا گذاشتی در جایی که برات آرزوی بهترین ها میکنن. روز روزگارتون خوش. من ببخشید من میدانم، بسیار عالی، خوشحالم که میدونی و منم دیگه نه نظر میدم نه راهنمایی میکنم، اینجوری آدم راحت تره. ولی من اینجا یه چیزایی نوشته بودم، نامه های حمایت رو نشون بده، نشون دادم. و ترکیه این ماجرای عدنان اکتار، میدونید که یک کسی هست مثل مسعود رجبی آمده برای خودش یه جایی درست کرده. رجبی اینقدر به اصطلاح چی نیست که توی چیز عموم چی بهش میگن بیاد نشون بده، ولی اون یه سری خانمای لختی و اینا رو توی عموم هم نشون میده و من میگه من مسلمانم، میگه این مسلمانی جدیده. حالا رجبی این بدبختا رو توی عراق توی اون گرما چادر و چاقچول و اوورکوت، ولی خودش تو اون هوای خنک بعد تازه به خانمش گفته به اینا بگو برن موهاشون هم بزنن و فلان. اینها واقعا من تعجب میکنم وقتی آقای گلن ترشیزی هنوز با اینا. کتاب جلیل مرتضوی و ویدیوشو نشون دادم، ممنون و متشکرم. چلبی مجاهدین عکس، بذارید من اینو بهتون نشون بدم، یک نوشته‌ای بوده یا یه چیزی بوده اینجا نوشتم. من ممکنه یه برنامه فوق‌العاده بذارم تا این چیزای عقب افتاده رو نشون بدم. این خیلی جالبه، این هم برنامه در رابطه با رفتن دیروز این آقای پمپئو به اونجا به کالیفرنیا. نوشته چلبی سازی و حلبی سازی پمپئو در کتابخانه ریگان، 22 ژوئیه 2018 مایک پمپئو وزیر خارجه دولت ترامپ به همراه اد رویس سناتور تام کاتن. این تام کاتن برید ببینید چیه، اصلا دیوانه روانیه با وجودی که جوانیه. و شماری از اعضای کنگره در کتابخانه ریگان در کالیفرنیا برای امثال امیرعباس فخرآور و علی جوانمردی و روح الله زم و محمد رضا حمزه‌پور در باب آزادی روزه میخوان و برای پیشبرد منافع دولت پنهان دیپ استیت به رژیم تهران هم قرولند خواهد کرد، هم غیر مستقیم چشمک و هم و چراغ خواهد زد. در رابطه با این تشریف فرمایی و حمایت از به اصطلاح صدای مردم ایران، یکی از مسئولین وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه مجاهدین خلق به این گردهمایی دعوت نشده اند، بار دیگر روی تغییر رفتار رژیم تهران و نه تغییر حکومت تصریح کرده است.
جدا از صحنه اجرای نمایش کتابخانه ریگان که بخشی از پیام آن را در خود دارد که میتوان مثل ریگان هارت و پورت کرد اما عاقبت با آخوندها کنار آمد، گوش کنید دوستان، جدا از صحنه اجرای نمایش کتابخانه ریگان که بخشی از پیام آن را در خود دارد که میتوان مثل ریگان هارت و پورت کرد اما عاقبت با آخوندها کنار آمد، پیشتر هم در دوران بوش پسر و اوباما شبیه این گونه نمایشات را افتاده بود و خیلی ها آن زمان هم زیر علم جغدهای جنگ سینه زده و رنگ شده بودند، ملق زدن برای ترامپ که خودش درگیر مشکلات بسیاری است. خوب شد اینو گفت. یکی از دلایلی که ترامپ الان داره هارت و پورت میکنه به خاطر اینکه میخواد نظرات شما رو از مشکلات خودش دور کنه. و ببینید یه روز میاد میگه من اونجا باید میگفتم نه، گفتم بله، گفتم نه، گفتم اون. فردا میاد یه چیز دیگه میگه، دروغاش یکی پس از دیگری تا اینجا در گنداب یا در مرداب فاضلاب فرو رفته و نمیدونه چه کار کنه. وای به شما اگر گفت اگر به انتظار شام همسایه نشستی، بیچاره برو یه فکری بکن که ول نشستی. روز روزگارتون خوش فرخ جان، تبریک میگم دوستان. فرخ برنامه موزیک رو شروع کرده، خودت بشین آقا بخون، مثل اون آقای احمد آزاد بود، کی بود؟ دستان ممنون یه بار دیگه از آقای بیژن که برنامه جلیل مرتضوی رو حمایت میکنه ممنونم. شما هم اگر حمایت کنید، من به آقای مرتضوی میگم آقا خودت برنامه بگیر هفته یه بار دو بار و اینقدر به ما پول بده، باقیش هم چیز کن. اینجا ما خیلی راحت از روز اول مثل اونای دیگه نیومدیم بگیم آقا پول گرفتن یعنی چی. میگیم آقا اینجا ما برق داریم، آب داریم، تلفن داریم، اینترنت 866 مگابیت پر سکند داریم و باید پول بدیم. شما اگه میخواین پول ندید برید یه جای دیگه. روز روزگارتون خوش، حمایت فراموش نشه. از اینکه با من بودید ممنون و متشکرم. امروز میخواستم به جای سوربی بگم اسپایدرمن، میگه عنکبوت زدتمون، ما شدیم عنکبوتی. مرسی، خدا نگهدار.